خب با نام خدا، با درس استاتیک همراه شما هستیم. بنده پدرام پاکزادیان، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید هستم، در خدمت شما هستم که انشالله بتونیم بهترین ارائه رو داشته باشیم در این درس. خب به فصل بندی این درس میپردازیم. در ابتدا فصل اول روابط تعادل رو خواهیم داشت، در فصل دوم خرپا، فصل سوم تیرها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، فصل چهارم کابلها و فصل پنجم وارد نیروی استکاک میشیم و فصل ششم خواص سطوح که یکی از مهمترین فصلهای این درس میتونیم که براش تعریف کنیم و یکی از فصلهایی که میشه گفت که اساس کار ما خواهد بود برای درسهای آینده ما. و در پایان هم فصل هفتم کار مجازی رو پیش خواهیم گرفت. بهترین مرجعی هم که برای این درس میتونیم انتخاب کنیم کتاب استاتیک مؤلف مریام خواهد بود. در فصل اول روابط تعادل رو خواهیم داشت که به صورت ریز بخوایم تو این فصل کارهایی که میخوایم با هم دیگه انجام بدیم. در بخش اول یه مقدمه ای رو از این فصل خواهیم داشت، سیستم واحدهای اندازه‌گیری، سپس ایدئال نمودن مسائل مکانیک، قوانین پایه مکانیک که پایه و اساس این درس هستش، کمیت‌های اسکالر و برداری، جبر بردارها، چند بردار خاص رو اینجا معرفی می‌کنیم بر شما، روابط تعادل و سیستم نیروهای معادل. و در انتهای هم یه خلاصه از این فصل رو خواهیم داشت و حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد که نمونه هایی از این فصل رو که در کنکور ارشد مورد سوال قرار گرفته رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. در ابتدا مقدمه ای رو خواهیم داشت که همونطور که میدونیم استاتیک شاخه ای از مکانیک میباشه که به بررسی تعادل اجسام صلب ساکن یا با حرکت یک نواخت اثر نیروهای وارد بر آن. خب همونطور که ما میدونیم وقتی جسم صلب داره حرکت باشه، بحث ما دیگه از حالت استاتیک خارج میشه و وارد دینامیک میشه. اینجا پس در استاتیک ما فقط تعادل اجسام صلب را خواهیم داشت که ساکن هستند و بدون حرکت یا با یک حرکت جزئی یک نواختی که با استفاده از نیروهای وارد بر اون خواهیم داشت. و آنچه در این فصل اهمیت داره مفاهیم و اصول اساسی استاتیک صفحه‌ای و فضایی، از جمله قوانین نیوتن، معرفی انواع نیروها و گشتاورها، روابط تعادل و دیگر جزئیات که اساس و پایه این فصل قوانین نیوتن رو بر ما تشکیل میده. سیستم واحدهای اندازه‌گیری. در حقیقت سیستم واحدهای اندازه‌گیری کلاً ما دو نوع سیستم مورد بحث قرار میگیره در رشته مکانیک. یک، سیستم بین المللی SI که سیستم بین المللی و به صورت متریک هستش که فوق‌العاده کاربرد زیادی با این سیستم ما داریم و بیشتر مسائل این نوع سیستم هستش. سیستم بعدی سیستم انگلیسی BS هست که معمولاً در کشورهای انگلیس و آمریکا از این سیستم استفاده می‌کنن و خب مخصوص به خودشون است، ولی ما هم بعضی در سوالات امتحانی دیده شده که از این فصل هم استفاده میشه. اما این کمیت‌ها که کمیت اصلی هستش چی هستش؟ جرم، طول، زمان، نیرو که هر کدوم علامت قراردادی روش اعمال شده. جرم معمولا با M نشون میدن، طول با L، زمان با T و نیرو با F نمایش میدن. در سیستم SI M که همون جرم باشه بر حسب کیلوگرم هست و در سیستم BS یا انگلیسی اسلاگ میباشه. خب طول در سیستم متریک بر حسب متر و در سیستم انگلیسی فوت میباشد. زمان که در هر دو سیستم بر حسب ثانیه میباشد و نیرو هم در سیستم SI بر حسب نیوتن و در سیستم انگلیسی بر حسب پوند میباشد. اما در بین این کمیت ها ما یک کمیت های پایه ما خواهیم داشت که مثلا در سیستم بین المللی SI واحد های پایه ما جرم، طول، زمان میباشد. ولی نیرو که واحدش در سیستم بین المللی SI نیوتن هست بر حسب واحدهای پایه محاسبه میشه. به عنوان مثال برای به دست آوردن واحد نیرو که گفتیم نیوتن هست، به عنوان مثال F مساوی MA،
واحد نیرو چیه؟ نیوتن. برابر است با واحد جرم کیلوگرم. بر حسب چی؟ سیستم بین المللی SI. جرم کیلوگرم. واحد شتاب چیه؟ خب شتاب هم یکی از واحدهای فرعی هست که با استفاده از واحدهای پایه محاسبه میشه که برابر است با M بر روی ثانیه به توان 2، متر بر مجذور ثانیه. برای همین نیوتن هم واحدش به دست میاد، برابر است با کیلوگرم ضرب داره متر بر روی ثانیه به توان 2. اما در سیستم انگلیسی BS باز هم در اینجا واحدهای پایه ما داریم فوت، ثانیه و پوند که واحدهای پایه ما هستن. در حقیقت طول زبان نیرو هستش در سیستم انگلیسی. در اینجا واحد فرعی ما در حقیقت واحد جرم هستش که اسلاگه. به عنوان مثال باز برای به دست آوردن اسلاگ هم باز از همون فرمول F مساوی MA، اما در اینجا برای سیستم انگلیسی BS واحد نیرو چی بود؟ پوند. برابر است با واحد جرم اسلاگ ضرب در واحد شتاب که باز هم واحد فرعی از واحدهای پایه حساب میشه، فوت بر ثانیه به توان 2. در حقیقت اسلاگ به دست میاد، پوند تقسیم بر ثانیه به توان 2 تقسیم بر فوت. در حقیقت توجه کنید اسلاگ مساویه با پوند، ثانیه میاد درش ضرب میشه تقسیم بر فوت. اما از سیستم های اندازه‌گیری بگذاریم وارد ایدئال نمودن مسائل مکانیک میشیم. برای ایدئال نمودن مسائل مکانیک چند پارامتر و چند پارامتر رو ما باید اینجا برای شما تعریف کنیم، چند مفهوم رو باید برای شما اینجا تعریف کنیم که اینجا ببینیم که برای اینکه ساده سازی کنیم مسائل مکانیک رو یه چند فرضیاتی ما اینجا خواهیم داشته. ماده متصل چه نوع ماده‌ای هست؟ همونطور که می‌دانیم در فضا ما الکترون‌ها و اتم‌هایی رو خواهیم داشت که هر کدوم از اینها به ظاهر فشرده وجود داره، اما از آنجایی که در مهندسی با موادی که نسبت به اتم خیلی بزرگ هستن سر کار داریم، در حقیقت فقط ما میانگین خواص در حجم معین مورد استفاده قرار میدیم. لذا فرض میکنیم که جسم یک ماده به هم پیوسته و اتصالی است. در حقیقت ما دیگه فرض نمیکنیم اون جسم ما دیگه ریز نمیشیم میگیم اتم و پروتون و همه اینا رو، مثلا با همه اینا رو میگیریم یک ماده فرض میکنیم. دومین پارامتر جسم صلبه، ریجید بادی. در حقیقت جسم رو سخت در نظر میگیریم در استاتیک، چون حرکت برای ما مهم نیست. در حقیقت حرکتی ما نداریم، جسم ساکن هست. در نتیجه جسم رو صلب در نظر میگیریم. یعنی چی جسم صلب؟ یعنی وقتی، یعنی هر نیروی شما هر پارامتری به جسمت اعمال کنی، جسم بدون تغییر و بدون هیچ عملیاتی ساکن باقی میمونه و دچار حرکت نمیشه. اما پارامتر بعدی ذره هست. در حقیقت قوانین نیوتن که اصول مکانیک بر مبنای آن میباشد، در حقیقت چنین نقطه‌ای بدون بود و دارای جرم در طبیعت رو میدونیم که وجود نداره. خب بسیاری از مسائل مکانیک که ما حل میکنیم برای ساده سازی آن موارد جرم رو، تمام ماده رو در مرکز آن متمرکز فرض میکنیم. در حقیقت ماده و نقطه جرم رو یک تیکه فرض میکنیم به عنوان یک ذره، چون در استاتیک هستیم. اما نیروی متمرکز، خب همونطور که میدونید بر روی جسم در عمل نیروی متمرکز ما وجود نداره، فقط برای ساده سازی ما نیروی متمرکز رو فرض میکنیم. معمولا در عمل نیرو به صورت پخش و گسترده هستش. برای ساده سازی ما میایم از نیروی متمرکز استفاده میکنیم. شما فرض کنید یک تیر رو در نظر بگیرید، روی یک تیر نیرو به صورت گسترده هستش به این شکل، ولی برای ساده سازی این نیروی گسترده رو ما فرض میکنیم جسم به صورت فقط متمرکز باشه. فقط برای ساده سازی یه مسائل مکانیک که بتونیم مسائل رو حل کنیم. اما قوانین پایه مکانیک که بیان میشه بر اساس قوانین نیوتن،
قانون اول نیوتن چی میگه؟ تمام اجسام به حرکت یک نواخت خود در جهت مستقیم یا سرعت ثابت ادامه داده یا در حال سکون باقی میماند، مگر اینکه نیروی به جسم وارد شود که در آن صورت تغییر سرعت اجباری نداشته باشه. در حقیقت این قانون داره میگه که هر جسمی به صورت خود به خود اعمال نمیشه. در حقیقت وقتی یک ذره یک اعمالی بشه به صورت ذره‌ای، جهتش به صورت مستقیم و به صورت ثابت میباشد و به جهت فرعی به خودش اعمال نمیکنه. اما قانون دوم، اما آشنا هستید، تغییر سرعت در یک جسم متناسب و در جهت مستقیم با مجموع نیروهایی است که به جسم وارد میشه. در حقیقت همین نیروی، در حقیقت قانون دوم، همونطور که در سیستم ها مشاهده کردیم، همون فرمول F مساوی است با MA. همون F مساوی MA در حقیقت همون قانون دوم نیوتن هستش که شتاب یک جسم مقدار نیرویی است که در واحد یک کیلوگرم بهش اعمال میشه، که در حقیقت یک نیوتن برابر است با مقدار حرکتی که یک کیلوگرم جسم یک متر بر مجرد ثانیه حرکت میکنه به سمت جلو و به صورت، همونطور که تو قانون اول هم گفتیم، به صورت سرعت ثابت. توی دینامیک ما وارد بشیم، در حقیقت ما اینجا شتاب ما سرعت ثابت دیگه نیست، چون شتاب هم بهش اعمال میشه، سرعت دیگه متغیر میشه و دارای شتاب خواهد بود. قانون سوم نیوتن چی میگه؟ برای هر عملی عکس العملی برابر و خلاف جهت وجود داره. هر عملی عکس العملی وجود داره. در حقیقت به هر ذره شما یک نیرویی که اعمال کنی، همون نیرو برابر و خلاف جهتش اعمال میشه. فقط در خلاف جهت همون نیرو، مثلا 10 نیوتن اعمال میشه، 10 نیوتن هم به صورت خلاف جهت اعمال میشه که به صورت منفی F خواهد بود. خب کمیت های اسکالر و برداری رو میخواییم پیش بگیریم. در ابتدا به معرفی کمیت اسکالر توصیفش میکنیم. این کمیت در واقع فقط داره مقدار است. در حقیقت برای توصیف آنها یک مقدار عددی کافی است. در حقیقت دیگه نیاز به هیچ بردار و در حقیقت جهت و راسته نباشه و یک و در حقیقت این کمیت رو با یه عدد نمایش میدن. این کمیت ها برای مثال اگه بخوایم توصیفش کنیم که بگیم چه کمیت های اسکالر هستن، کمیت های مثل جرم، دما، زمان و طول نمونه هایی از این کمیت ها هستن. همون کمیت بعدی که همون کمیت های برداری هستش، وکتور کوانتیتیز، در واقع علاوه بر عدد داره جهت و راستا هم می باشن، که این کمیت ها از قبیل سرعت، شتاب، گشتاور، نیرو میتونیم از این کمیت های برداری نام ببریم. اما بردارها کلن به سه گروه تقسیم میشن. یک، بردار آزاد که همون فری وکتور هست. برداری است که میتوان آن را بدون تغییر اثر به هر نقطه فضا انتقال داد، به شرطی که راستا، مقدار و جهت آن تغییر نکند. بنابراین دو بردار آزاد در صورتی که موازی، همجهت و دارای مقدار یکسان باشند مساوی هستند. در واقع دو بردار آزاد مساوی رو همسنگ میگوییم. اما بردار دوم که نوع بردار، بردار لغزان هست، که برداری است که میتوان آن را به هر نقطه از همان راست انتقال داد بدون آنکه اثر آن تغییر کند، به شرطی که جهت اولیه آن حفظ شود. دو بردار لغزان اگر هر دو روی یک راستا، یک جهت و دارای یک مقدار باشند مساوی هستند. چنین دو برداری را هم عرض میگوییم. اما بردار نوع سوم بردار بسته هست، که برداری است که نقطه اثر آن فقط یک نقطه میباشد. اما میریم وارد جبر بردارها میشیم. یه مختصری از جبر بردارها جهت یادآوری در اینجا چندین نکته رو عرض میکنم، که اولین نکته اساس یک بردار هست، در حقیقت اندازه یک بردار که معمولاً با رادیکال مجذور مؤلفه هاش به توان دو ازش جذر میگیریم و اساس یک بردار یا اندازه بردار خونده میشه.
اما تصویر یک بردار روی یک محور. فرض میکنیم یه برداری به نام بردار پی تحت زاویه رو محور ایکس ایگره قرار داره. اینو میخوایم تصویرش کنیم روی یک محور. تصویر یک بردار روی یک محور. چیکار میکنیم؟ در حقیقت همون تجزیه بردار هست که تصویر افقی بردار پی روی محور افقی تصویر این رو محور ایکس میشه پی کوسینوس تتا، که ما اگر بیایم این رو به این وصل کنیم این قسمت ما خواهد شد پی کوسینوس تی، که در اینجا یه مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه. در حقیقت ضلع مجاور به وتر همان پی کوسینوس تتا خواهد بود. تصویر افقی بردار پی. حالا تصویر عمودی بردار پی. تصویر بردار پی روی محور ایگرگ ها. چی میشه؟ این میشه. برابر است با پی سینوس تتا. جمع و تفریق بردارها. به دو حالت ما بردارها رو میتونیم با هم جمع کنیم. یک حالت زمانی که بردارها پشت سر هم قرار گرفته باشن، برایند این بردار برابر است با R. در حقیقت از ابتدا به انتها وصل میشه برایند بردار که میشود A به اضافه B مساوی R. در حقیقت این رابطه جا به جای پذیر هست، یعنی A به اضافه B برابر است با B به اضافه A مساوی R. حالت دوم، هر دو بردار در یک نقطه ابتداشون به هم مشترک باشه. در این صورت بردار برایند از قانون متوازی الاضلاع پیگیری میشه و به این صورت خواهد بود. از این قسمت موازی بردار دیگر میریم جلو و از این قسمت هم موازی بردار روبرو خواهد بود. نقطه‌ای که این دو همدیگر را قطع میکنن از ابتدا به انتها میشود بردار برایند ما. این دو بردار تحت یک زاویه قرار دارند. برای محاسبه این بردار برایند از این رابطه رادیکال اندازه بردار A به توان 2 به اضافه اندازه بردار B به توان 2 به اضافه دو برابر اندازه بردار اولی در اندازه بردار دومی ضرب در کوسینوس بین دو بردار خواهد بود و قابل محاسبه می باشد. اما در صفحه ما بخوایم برایند رو بگیریم، هم در حقیقت مؤلفه‌های محور X رو جداگانه با هم جمع می‌کنیم و برایند می‌گیریم و بردارا در راسته Y هم جداگانه برایندشون رو می‌گیریم. در انتها میایم مجموع مجذوراتش رو جذر می‌گیریم و برایند کل محاسبه میشه. در فضا هم به همین شکل خواهد بود. بردارها در راسته X جدا، بردارها در راسته Y جدا و بردارها در راسته Z هم جدا، تک تک برایند رو محاسبه می کنیم و در انتها برایند هر راستا رو با هم جمع و مجذورش رو خواهیم گرفت و ازش در انتها رادیکال و برایند کل در اینجا هم محاسبه می شه. اما بردار یکه. در حقیقت بردار یکه برداریست که از این فرمول قابل محاسبه هستش. در حقیقت هر بردار رو میتونیم بر اندازه بردارش ضرب در بردار حادیش، که در حقیقت برداریست موازی و همراستای آ. هر برداری رو میتوان به صورت حاصل ضرب مقدار آن بردار در برداری با مقدار واحد در همان جهت نمایش داد. این بردار رو میگیم بردار یکه. حالا هر کدوم از این بردارها رو در مختصات‌های دکارتی، استوانی و کروی بر شما نمایش میدیم. به عنوان مثال در دستگاه کارتزیان یا دکارتی ببینید بردار یک در هر راستا ما اینجا نمایش داریم. به عنوان مثال در راسته X بردار یکش برابر است با I، در راسته Y بردار یک J و در راسته Z برابر است با K. اما در دستگاه کروی که مختصات بر حسب آرتتافی می باشد،
بردار یکی هر کدام در راستای هر قسمت هر محور برابر است با ای تتا، ای آر و ای فی. در دستگاه استوانه هم به همین شکل که بر حسب آر تتا زد می باشد، بردار یکی در هر راستا برابر است با ای زد، ای آر، ای تتا. اما می رسیم به سراغ حاصل ضرب داخلی دو بردار. حاصل ضرب داخلی دو بردار رو معمولاً به صورت آدات بی نمایش میدیم. آدات بی برابر چیه؟ چجوری قابل محاسبه هست؟ برابر است با اندازه بردار آ ضرب در اندازه بردار بی ضرب در کوسینوس زاویه بین دو بردار. به عنوان مثال بردار آ برابر است با آ ایکس آی به اضافه آ ایگرگ جی به اضافه آ زد کا. بردار بی برابر است با ب ایکس آی به اضافه ب ایگرگ جی به اضافه ب زد کا. در این صورت آ دات بی برابر چی میشه؟ حاصل ضرب داخلی دو بردار معمولاً حاصلش یک عدده. حاصل ضرب داخلی دو بردار یک عدد یک بردار نیست، چرا که اندازه بردار آ یک عدده، اندازه بردار بی یک عدده، کوسینوس زاویه بینش هم یک عدده. از حاصل ضرب اینها هم یک عدد خواهد بود. برای محاسبه این ضرب کافی است بیایم مؤلفه به مؤلفه ضرب جبری انجام بدیم، یعنی آی ایکس در بی ایکس، آی ایگرگ در بی ایگرگ، آی زد در بی زد، به صورت جداگانه بیایم با هم دیگه ضرب انجام بشه و در انتها بیایم با هم دیگه جمع بشه. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت هستش اینه که اگر دو بردار با همدیگه عمود باشه، یعنی چی دو بردار با همدیگه عمود باشه؟ یعنی زاویه بینش 90 باشه. وقتی زاویه 90 باشه کوسینوس 90 درجه چنده؟ صفره. پس حاصل ضرب داخلی دو برداری که با همدیگه زاویه 90 درجه بسازن صفره. ما اینجا توجه کنید بردار آی در جی دو بردار عمود بر هم هستش، پس حاصل این بردار صفره. آی در جی صفر، آی در کا صفر، جی در کا صفر، کا در آی صفر. دو بردار عمود بر هم هستش. به صورت مشابه هم کا در جی هم صفر. اما دو برداری که با هم موازی باشه چی؟ مثل آی با آی دو برداری است که به صورت موازی قرار گرفتن. زاویه صفر درجه، کوسینوس صفر درجه یک. جواب اندازه بردار اولی ضرب در اندازه بردار دومی. آی گفتیم بردار یکی است، اندازش چیه؟ واحده، بس برابر است با یک. حاصل ضرب میشه چی؟ آی ایکس در بی ایکس به اضافه آی ایگرگ در بی ایگرگ به اضافه آی زد در بی زد که حاصل برابر است با آبی کوسینوس تتا. یکی از کاربردهای حاصل ضرب داخلی دو بردار زاویه بین دو برداره، محاسبه زاویه بین دو برداره. به چه شکل؟ شما اگر بردار و اندازه هر کدوم رو داشته باشید، در حقیقت شما یک برداری رو داشته باشید، مؤلفه‌های یک برداری شما داشته باشید، میتونید به راحتی حاصل ضرب داخلی دو بردار رو انجام بدید، تقسیم بر ضرب اندازه هاشون کنید. به راحتی زاویه بین دو بردار قابل محاسبه هست. آی ایکس بی ایکس به اضافه آی ایگرگ بی ایگرگ به اضافه آی زد بی زد همان آدات بی هستش. پس اولین کاربردش زاویه بین دو بردار بود که به راحتی قابل محاسبه هستش. اما دومین کاربرد تصویر یک بردار روی یک بردار دیگره. یعنی چی؟ یعنی شما بردار بی رو رو محور X ها شما داشته باشید، تصویر بردار A رو که تحت زاویه آلفا قرار گرفته نسبت به B رو میخواییم تصویر کنیم رو بردار B. چجوری؟ براحتی میتونیم کار رو انجام بدیم. تصویر بردار A روی بردار B که برابر است با همان اندازه بردار A دات کوسینوس تتا هست، کافیه که
دو تا بردار آبی رو ضرب داخلی انجام بدی، تقسیم بر اندازه بردار B کنی. خب به صورت مشابه تصویر بردار B روی بردار A هم برابر میشه با چی؟ همان عدد B تقسیم بر اندازه بردار A. به راحتی تصویر پس یک بردارم روی بردار دیگر هم اینجا به نمایش در اومد. اما میریم سراغ حاصل ضرب خارجی دو بردار، کراس پروداکت. حاصل این ضرب چیه؟ حاصل ضرب خارجی دو بردار که میگن ضرب برداری هم نام میبریم ازش، حاصلش یک برداره. یعنی چی؟ C مساوی A کراس B. ضرب خارجی حاصل یک برداری است به نام C. فرض میکنیم حالا C که به صورت عددی بخوایم بریم جلو، C برابر است با AB سینوس تتا. در حقیقت به صورت عددی بخوایم اون بردار C رو حساب کنیم، برابر است با اندازه بردار A ضرب در اندازه بردار B ضرب در سینوس زاویه بینش. اینجا هم میبینیم در یک صفحه P اگر دو بردار رو بیاییم ضرب خارجی بکنیم، حاصل برداریست عمود بر دو بردار دیگر. نکته خیلی مهمیه ها، حاصل برداریست عمود بر دو بردار دیگر. فرض کنید بردار A باشه AX A، فرض میکنیم A برابر باشه با AX I به اضافه AY J به اضافه IZ K، B برابر باشه با BX I به اضافه BY J به اضافه BZ K. ضرب خارجیش به چه شکله؟ تک تک اینها به صورت دترمینانی ضرب میشه. در حقیقت یک دترمینانی به وجود میاد اینجا، دترمینان I J K AX AY AZ BX BY BZ به صورت دترمینانی ضرب میشه و حاصل میشه بردار C. یه نکته ای که اینجا هستش، باز اگر دو بردار با همدیگه موازی باشه، مثلا بردار I ضرب در I، I cross I، دو بردار با هم موازی باشه، زاویه بینش چیه؟ صفره. خب سینوس صفر میشه چی؟ صفر. پس اگر دو بردار با هم موازی باشند، حاصل ضرب خارجی دو بردار صفره. تو حاصل ضرب داخلی اگر دو بردار عمود باشند با هم صفره، حاصل ضربشون صفره. اینجا اگر دو بردار موازی باشند، حاصل ضرب خارجیشون صفره. اما نکته دیگه این که ضرب خارجی بردارهای یک به چه شکله؟ به عنوان مثال I cross J برابر است با K، J cross K مساوی I، K cross I برابر است با J. این یه ذره حفظ کردنش سخت. برای همین ما میایم یه دایره شما فرض کنید I J K رو به این شکل بنویسید، به صورت ساعتگرد بچرخید، بعد حاصل ضرب خارجی دو بردار برابر است با سومی. نگاه کنید I cross J برابر است با K، J cross K برابر است با I، K cross I برابر است با J. حاصل ضرب خارجی بردارهای یک به این شکل به دست آمد. اما حاصل ضرب مختلط یعنی چی؟ حاصل ضرب مختلط یعنی هم ضرب داخلی توش داشته باشیم هم ضرب خارجی. به عنوان مثال A dot B cross C. به نظر شما حاصل این ضرب چی میتونه باشه؟ B cross C حاصلش که گفتیم یک برداره. حالا یک بردار به عنوان مثال D فرض میکنیم، D مثلا حاصل بردار B cross C. حالا این ضرب داخلی میخواد بشه با A، و گفتیم که حاصل ضرب داخلیش برابر است به یک عدد، از حاصل ضرب مختلط حاصلش یک عدده. A dot B cross C برابر است به A dot D، A D کوسینوس آلفا برابر است به B D سینوس تتا کوسینوس آلفا.
در حقیقت اگر بخوایم به صورت مستقیم حاصل ضرب مختلط رو حساب کنیم، میتونیم اندازه سه بردار رو در هم ضرب کنیم، ضرب در سینوس تتا کنیم، یعنی زاویه بین دو برداری که ضرب خارجی دارن انجام میشه بینشون، یعنی بی و سی، در کوسینوس آلفا. در حقیقت بردار عمودی که بر سی دی ایجاد شده زاویه که میسازه بر بردار سوم، یعنی دی و آ، زاویه بینشون آلفا، در کوسینوس آلفایی که اینجا در ضرب. اما نکته بسیار مهمی که اینجا هست اینه، این ضرب خاصیت جابجایی داره. به چه شکل؟ اینجوری A dot B cross C برابر است با B dot C cross A برابر است با C dot A cross B. به این شکل به راحتی قابل محاسبه خواهد. اما نکته دومی که اینجا هست چیه؟ A dot B cross C که گفتیم برابر است با A B C سینوس تتا در کوسینوس آلفا برابر است با حجم متوازی و سطوحی که روی سه بردار A B C بنا میشه. حجمی که در این قسمت یه متوازی و سطوحی که در اینجا ایجاد میشه، یه حجمی ایجاد میشه دیگه. مقدار عددی این حجم برابر است با A B C سینوس تتا کوسینوس آلفا. یه مثال اینجا فرض میکنیم. A برابر باشه با AX I به اضافه AY J به اضافه AZ K. B هم باشه به X I به اضافه BY J به اضافه BZ K. C هم باشه CX I به اضافه CY J به اضافه CZ K. خب در ابتدا باید چیکار کنیم؟ اولویت به داخل پرانتز دیگه. B کراس C رو حساب میکنیم. چیه؟ یه دترمینانی بود. I J K BX BY BZ CX CY CZ رو قابل محاسبه است برابر با D. مرحله بعد میاد چیکار میکنه؟ آدات این مقدار این قسمت یعنی D، آدات D برابر است به چی؟ به صورت ضرب داخلی، مؤلفه به مؤلفه، مؤلفه I در مؤلفه اول A، مؤلفه دوم در مؤلفه دوم، مؤلفه سوم در مؤلفه سوم A که به این شکل قابل محاسبه میشه. ولی نکته آخر الان من باش کار دارم، اگر این کاره اضافی رو اول نمیخواد انجام بدی، مستقیم بیا یه دترمینان بگیر، یه دترمینان 3 در 3، همون اول سطر اول مؤلفه های A رو بنویس، سطر دوم مؤلفه های B رو بنویس، سطر سوم مؤلفه های C رو بنویس، یه دترمینان ازش بگیر، حاصلش برابر میشه همین مقدار نهایی که ما حساب. اما چند تا تمرین رو اینجا ما داشته باشیم. اولین تمرین میگه فرض میکنیم که سه بردار V1 V2 V3 رو داریم، میگه در نظر بگیرید حاصل بردار V1 به اضافه V2 به منهای V3 رو میگه به دست بیاریم. جمع بردارها و تفریق بردارها رو اینجا ما داریم. در ابتدا باید V1 به اضافه V2 کنیم. مؤلفه مؤلفه رو اینجا می نویسیم. C I به اضافه منهای 2J. منهای K به اضافه به اضافه K. خب در اینجا I داریم ولی اینجا I نداریم. پس C I رو فعلا نگر می داریم. یه منهای K داریم اینجا و یه به اضافه K داریم که با هم در حقیقت ختم از بین میرن. حاصل چی میمونه؟ C I منهای 2J باید تفریق بشه با این بردار. منها در منهای C I به اضافه 2J. منها با این منها میشه چی؟ C I. یه C I اینجا داریم، یه C I اینجا داریم، حاصل میشه 6I. منهای به اضافه 2J که میشه منهای 2J. یه منهای 2J هم اینجا داریم، با هم جمع میشه میشه منهای 4J. اما سوال دوم میگه اگه برایند نشان داده شده در شکل 140 نیوتن و در جهت محور X مثبت باشد، میگه برایند این سه بردار که برابر است با 140 نیوتن
در جهت محور x مثبت، یعنی اینجا میگه دقیقاً این برداری که ما اینجا شما دارید، بردار میگه برایندش اینجاست، بردار برایند، بردار برایند در حقیقت میگه در این راستاست و مقدارش هم 140. میگه زاویه آلفا چقدره؟ یعنی در حقیقت زاویه این بردار F که با این بردار برایند میسازی میگه چند. اول چیکار میکنیم؟ میایم برایند در هر راستا رو ما گفتیم چیکار میکنیم؟ حساب میکنیم. میگیم در راستای Y باید برایند صفر باشه. چرا؟ چون برایند اصلی ما در راستای Xه. پس هیچ بردار نباید در راستای Y ما داشته باشیم. میشه 100 تا مثبت بالا داریم منهای 120 سینوس تتا. این بردار رو باید چیکار کنیم؟ در ابتدا تجزیهش کنیم. وقتی تجزیه بشه یه بردار به سمت پایین داره که برابر است به 120 سینوس تتا. جهتش هم به سمت پایین، منفی هم اینجا قرار میدیم، منفی 120 سینوس تتا منهای F سینوس آلفا. این بار این بردار هم تجزیه میشه، یک در راسته X یک در راسته Y، F سینوس آلفا، این هم یه منفی، مساوی صفر. اما در راسته X چی؟ برایند باید 140 باشه، برابر است با یه F سینوس آلفا اینجا داریم، یه منهای 120 کوسینوس 30 درجه هم این قسمت داریم که مجموع اینها باید 140 باشه. در انتها از حل این دو معادله آلفا به دست میاد 9.3 درجه. اما سوال سوم، اندازه حاصل ضرب خارجی و داخلی بردار V در قرینه اش را به دست آورید. بردار V در قرینه اش، بردار V یه جهتی داره، قرینه اش جهت برعکسه، پس زاویه بینشون 180 درجه است. ما گفتیم که حاصل ضرب خارجی وقتی زاویه بینشون 180 درجه باشه، خب زاویه خود بردار در قرینش 180 درجه است. وقتی دو بردار که زاویه بین 180 درجه باشه، سینوس 180 درجه چیه؟ صفره. پس حاصل هم صفر خواهد. اما حاصل ضرب داخلی بردار V در قرینش که زاویه بینش 180 درجه است، کوسینوس 180 درجه برابر است با منهای 1. منها در اندازه دوتا بردار، اندازه اولی در اندازه دومی، میشه اندازه V به توان 2. تمرین چهارم، حاصل عبارت A dot across B را به دست کن. Across B حاصل بردارش چی میشه؟ حاصل بردار یک برداریست عمود بر دو بردار دیگه. یعنی به عنوان مثال بردار C رو فرض کنید که عمود بر بردار A و بردار C، که در انتها میخواد ضرب داخلی باشه با بردار A. برداری که زاویه C هست با زاویه A زاویه 90 درجه میسازه. آدات C زاویه بینشون چیه؟ 90 درجه، بر هم عمودن. اگه ما نگفتیم که زاویه حاصل ضرب داخلی وقتی زاویه بینش 90 درجه باشه، کوسینوس 90 درجه صفره، حاصل این مقدار هم صفر خواهد بود. یا میتونیم به این شکل به صورت جابجایی هم عمل کنیم. A dot across B برابر است با B dot across A. Across A دو بردار موازیه، دو بردار موازی زاویه بین صفر، سینوس صفر، صفر، حاصل برابر است با صفر. اما نمایش نیروها، در درس استاتیک ما سه نوع نیرو داریم. یک، نیروی محوری که همونطور که در شکل میبینیم فقط در راستای یک محور میباشد، یا در راستای Y، Z یا X، یا اگر در راستای Y باشه F مساوی FJ. همونطور که میبینیم نیروی محوری رو با استفاده از بردار یکش نشون میدیم. میدونیم که بردار یک محور XI، بردار یک محور Y، J و Z هم
K می باشد. خب این در الان در راسته محور Y F مساوی است با F J. اما نیروی صفحه‌ای، نیروی صفحه‌ای در حقیقت نیرویی که در حالا در دو بعد اعمال میشه. وقتی در دو بعد اعمال بشه تحت زاویه می باشد. در نتیجه با تجزیهش در راسته X و Y ما نیرو رو میتونیم نمایش بدیم. خب همونطور که تو شکل الان اینجا میبینیم، وقتی ما اینو تجزیهش کنیم برابر میشه با F مساوی منفی FXI به اضافه FY. چرا منفی FXI؟ چون اگر ما اینجا بیایم تجزیهش کنیم در راستای مثبت Y و در خلاف محور X خواهد بود. وقتی این تجزیه بشه در راستای مثبت Y و اینجا تجزیه بشه در راسته چی؟ منفی X در حقیقت خواهد بود، منفی FX I. یا میتونیم به صورت برداری نمایش بدیم یا میتونیم به صورت اسکالر بیم نمایش بدیم این F رو. F مساوی منفی F سینوس تتا I به اضافه F کوسینوس تتا. وقتی این تجزیه بشه تحت زاویه تتا این نیرو خواهد بود F کوسینوس تتا و در حقیقت این نیرو که روبرو به زاویه هست خواهد بود F سینوس تتا. اما نیروی فضایی، خب همونطور که از اسمش معلومه فضایی هستش، در سه بعد اعمال میشه. F مساوی FXI به اضافه FI J به اضافه FZ K. این هم بخوایم به صورت اسکالر در بیاریم برابر میشه با F مساوی با F کوسینوس آلفای آی آلفا به اضافه کوسینوس بتا در صفحه YZ J به اضافه کوسینوس گامای K. اما کوسینوس آلفا، کوسینوس بتا، کوسینوس گاما در حقیقت کوسینوس های حادی ما خواهند بود که تحت زوایای آلفا بتا گاما تشکیل میشه. کوسینوس آلفا برابر است با اف ایکس در حقیقت اف در راستای ایکس تقسیم بر اف کل اف که کلش برابر است با همین. کوسینوس بتا مساوی اف ایگرگ برابر است کل اف و کوسینوس گاما برابر است با اف زد به کل اف. همین افی که اینجا ما اومدیم تعریفش کردیم. اما نکته خیلی جالبی که اینجا هستش، مجذور مجموع این کوسینوس های حادی ما برابر است با 1. شما دو تا زاویه رو داشته باشی، سوم زاویه رو بخوای حساب کنی به راحتی میتونی از این فرمول استفاده کنی و زاویه سوم رو به دست بیاری. اما نحوه ارائه یک نیرو در فضا به شکل برداری میخوایم ببینیم که نیرو در فضا به صورت شکل برداری به چه شکل خواهد. از دو تا روش ما اعمال میکنیم. روش اول چیه؟ شما با داشتن دو تا مختصات، یه مختصات ابتدای بردار، ابتدای اون مسیری که شما خواهی بود و مختصات انتهای اون مسیر، میتونی نیرو رو در اون مسیر به صورت شکل برداری به دست بیاری. چه جوری؟ از این بود. F برابر است با F لاندا. یه لاندای ما اینجا تعریف میکنیم، در حقیقت یه ضریبی هست که توی این F ضرب میشه. این ضریبه از این فرمول هستش: بردار آبی بر روی اندازه آبی. بردار آبی چه جوری محاسبه میشه؟ میگه x بی منهای x i به اضافه y بی منهای y a j به اضافه z بی منهای z a k بر روی اندازه. خب همونطور که میدونیم اندازه بردار آبی هم از این فرموله در حقیقت رادیکال x بی منهای x a به توان 2 به اضافه y بی منهای y a به توان 2 به اضافه z بی منهای z a به توان 2. این روش اول که روشی بود با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای اون مسیر حساب شد. اما روش دوم روش کوسینوس های حادی معلوم باشه. میگه اگه کوسینوس های حادی معلوم باشه، F مساوی F یه بردار حادی داریم. این بردار حادی روش قبل به روش مختصات بود، اینجا به روش بردار حادیه. بردار حادی کوسینوس آلفا
x کسینوس آلفای y کسینوس آلفای z. این کسینوس حادی در حقیقت همون فرمولاییه که تو قبل اشاره کردیم، گفتیم که مجموع مجذورات مساوی 1. این بردار f هم در راستای مسیری که مورد نظر هست با استفاده از بردار حادیش به راحتی حساب میشه. اما یه مثال اینجا ما داشته باشیم. میگه که مقادیر 3 نیروی نشان داده شده در شکل، 3 تا نیرو داریم، نیروی برایند آنها برابر است با R مساوی 200. میگه برایند این 3 تا نیرو اینه. مقادیر 3 نیروی P1 P2 P3 رو میگه حساب کنیم. ما باید بردار رو حساب کنیم. دو تا روش داشتیم، یکی به روش مختصات، یکی به روش کسینوس حادی. به نظر شما الان از چه روشی میتونیم حساب کنیم؟ و معلومه اینجا ما مختصات رو داریم ولی زاویه که ما نداریم بخوایم از کسینوس حساب کنیم، پس میایم از روش اول حساب میکنیم. مختصات A، مختصات B، مختصات C و D رو داریم به راحتی. نگاه کنید تو قبل ما یه نگاه کنیم. A مختصاتش چیه؟ در راسته Y 3 هستش. A 0 3 0 در راسته Y 3 واحد جابجا شده. B در راسته X از مبدأ شما اینجا در نظر بگیرید، یه دو واحد یه دو واحد تا نقطه B 4 واحد هست. نقطه C 4 0 3 نقطه C اینجا در راستای X 4 واحد از مبدأ محاسبه میشه، در راسته Y جابجا نشده ولی در راسته Z 3 واحد جابجا شده. خب D 2 0 3 نیا کنید، D رو 2 0 3 در راسته Y هم باز جابجایی نشده، فقط در راسته X 2 واحد و در راسته Z 3 واحد. با استفاده از مختصات هر کدوم میایم راستا و بردار حادیش رو میایم حساب میکنیم. ما اینجا 3 تا راستا ما داریم، A B A C و A D. چون بردارها در 3 راستا هستش، ما این راستایی ما کاری نداریم که، فقط راستای ما نیاز داریم که بردار توش دخیل باشه. بردار حادی هر کدوم رو حساب میکنیم. لاندای A B مساوی است با بردار A B که با استفاده از همون فرمول محاسبه میشه، اندازه آبی هم برابر است با 5. حاصل 1/5 4i منهای 3j. بردار حادی آسی میشه بردار آسی بر روی اندازه آسی که حاصل اینها و محاسباتش میشه 1/√34 4i منهای 3j به اضافه 3k. بردار حادی آکا میشه بردار عادی بر روی اندازه عادی که برابر است با 2i منهای 3j به اضافه 3k رادیکال 22. حاصل 1/√22 2i منهای 3j به اضافه 3k. p1 p2 p3 هر کدوم از این بردارها فرمول چی بود؟ میگفتیم بردار p1 برابر است با اندازه بردار در بردار حادیش. بردار حادی آبی چی بود؟ 1/5 فلان. P2 برابر است با P2 در ضرب در بردار حادیش، P2 در بردار حادیش. P3 در بردار حادیش، P3 در بردار حادی. اما برای به دست آوردن مقادیر سنیروی P1 و P2 و P3 همونطور که در مسئله از معلومات ما بود، برایند برابر است با P1 به اضافه P2 به اضافه P3. 3 تا نیرو رو به صورت اسکالر جمع می‌کنیم. در حقیقت مقادیر i ها با هم، j ها با هم، k ها با هم برابر قرار میدیم با برایند بردارها که برابر بود با 200 i منهای 100 j به اضافه 50 k. حالا میایم به صورت معادل سازی انجام میدیم تا بیایم این مقادیر p1 و p2 و p3 رو محاسبه کنیم. این مقدار در حقیقت ضریب i معادل میشه با 200 که صورت رو بر دو تقسیم میکنیم، میشه 2/5 p1 به اضافه 2 رادیکال 34 p2 به اضافه 1 بر روی رادیکال 22 p3 مساوی با 100. تقسیم بر 2 شد.
ضریب جی هم معادل میشه با 100. در صورتی که صورت همه 3 هست، یه تقسیم بر 3 هم اینجا میکنیم که حاصل میشه 1/5 پی 1 به اضافه 1 بر رادیکال 34 پی 2 به اضافه 1 بر رادیکال 22 پی 3 که برابر میشه با 100/3. ضریب کا هم معادل میشه با 50. صورت 3 هست، یه تقسیم بر 3 هم میکنیم برای ساده سازی حل. 1 بر رادیکال 34 پی 2 به اضافه 1 بر رادیکال 22 پی 3 مساوی 50/3. حالا 3 معادله داریم، 3 مجهول. به راحتی پی 1 پی 2 پی 3 هم محاسبه میشه. پی 1 برابر است با 250 کیلونیوتن، پی 2 برابر است با منفی 293.3 کیلونیوتن و پی 3 برابر میشه با 471.86 کیلونیوتن. اما وارد بحث گشتاور حول یک نقطه میشیم. اول من یه توضیح در مورد گشتاور بدم. اصلا گشتاور چیه؟ چجوری ایجاد میشه این گشتاور؟ در حقیقت گشتاور همون نیروه، فقط نیرویی که در راستای یک محور به فاصله عمودی دی چرخانده بشه. دقیقا مثل یک آچار. شما بخوای یه پیچ رو یا یک میله رو بپیچونی، این ایجاد گشتاور میشه. نگاه کنید، همونطوری که توضیحات شما دادیم، نیرو در یک راسته یا در یک زاویه که مثلا آلفا هست پیچیده میشه. فقط این نیرو باید در یک فاصله عمودی باشه، پیچانده میشه و ایجاد گشتاور میشه. گشتاور رو با ام نمایش میدن که کوتاه شده مومنت میباشد. گشتاور، بازو، لنگر، اینا همه این معادله فارسیه که برای مومنت میگن. برای محاسبه، در حقیقت برای به دست آوردن جهت گشتاور از قانون دست راست محاسبه میشه. در حقیقت انگشتان ما در جهت نیرو خواهد بود، در جهت چرخاندن انگشتان دست رو میچرخونیم، 60 در حقیقت جهت گشتاور ما خواهد بود. اما گشتاور همونطور که از فرمول هم ما خواهیم داشت، نیرو در حقیقت گشتاور در نقطه مورد نظر، خب اینجا الان نقطه مورد نظر ما چی هست؟ او هست. در مکان او ما داریم گشتاور رو اعمال میکنیم. در حقیقت نیرو ضرب خارجی آر، این آر در حقیقت بردار، در حقیقت فاصله عمودی نیرو تا نقطه مورد نظر گشتاور. پس M برابر است با R ضرب خارجی F. اما یه استانداردهایی ما داریم برای به دست آوردن جهت گشتاور. میگه اگر نیرو رو خلاف جهت ساعت شما بچرخونی، گشتاور مثبته. اگر نیرو ساعتگرد بچرخه، گشتاور منفی خواهد. این یک استاندارده. اگر خلاف جهت باشه مثبت، جهت ساعت باشه میشه چی؟ من. یه قضیه اینجا هستش، قضیه ورنیون بهش میگن. میگن اگر در یک نقطه ما چند تا نیرو ما داشته باشیم، چند تا نیرو اعمال شده باشه، ما میتونیم از قضیه به صورت در حقیقت بیایم تک تک این نیرو را رو بیایم محاسبه کنیم، بعد به صورت سوپرپوزیشن بیایم این گشتاورها رو بیایم با هم دیگه جمع کنیم. وقتی سه تا نیرو داریم، سه تا گشتاور هم ما داریم، تک تک به صورت جداگانه محاسبه میشه، بعد به صورت سوپرپوزیشن مقداراش رو میایم با هم دیگه جمع میکنیم. اگر بردار بود که میایم به صورت برداری جمع میکنیم، اگر به صورت اسکالر بود میایم به صورت اسکالر جمع میکنیم. این قضیه ورنیر. میگه گشتاور برآیند نیروهای متقارب حول یک نقطه برابر است با مجموع برداری گشتاورهای حاصل از هر یک از نیروها حول آن نقطه. بله، همین چیزی که من الان عرض کردم، تک تک نیروها به صورت جداگانه حساب میشه و در آخر به صورت سوپرپوزیشن به جمع میشه. یه مثال اینجا ما داشته باشیم. میگه صفحه مستطیلی توسط براکت A و B محکم شده اینجا، بعد با یه سیم CD پشتیبانی میشه. آگاهی از اینکه تنش در سیم
200 نیوتن باشه. منظور از تنش هم نیروه. تعیین لحظه‌ای در مورد نیروهای سیم در سی و گشتاور در نقطه آ. اولین کاری که می‌کنیم باید چیکار کنیم؟ دیاگرام آزادش رو رسم کنیم. در حقیقت نیروهایی چیزایی که بر ما مسئله بر ما معلوم کرده رو رو شکل نمایش میدیم. یه 200 نیوتن رو سیم داریم. فاصله آتاسی هم با نمایش سی آم و تمام مختصاتی که ما اینجا داریم رو نمایش میدیم. خب نگاه کنید. میخوایم گشتاور آ رو حساب کنیم. گشتاور آ برابر است با فاصله عمودی اون نیرو. نیروی مورد نظر. که برابر است با همون سی آمه. اما برای محاسبه فاصله عمودی نیرو که آر سی آ هست، آر سی آ برابر است با فاصله عمودی آر سی منهای آر آ که اختلاف این برابر است با چی؟ آر سی آ. خب آر سی آ توجه داشته باشید به اندازه 0.3 در راستای ایکس ما جا به جایی خواهیم داشت و به اضافه منفی در راستای ایگرگ به سمت پایین. سازه ما سازه کاملا سبودی هست. خب به اندازه 800 متر جا به جا شده در راستای ایگرگ در جهت چی؟ منفی. که این منفی با اون منفی میشود چی؟ مثبته 800 متر جی. اما اینجا F نگاه کنید، ما باید F رو طبق همون صحبتهایی که قبل کردیم در راستای سیم CD می باشد. پس باید بردار حادیش رو حساب کنیم، ضرب در نیروش کنیم تا نیروی کل ما در بیاد. F مساوی F لاندا. F چنده؟ 200 نیوتن. خود مسئله خودش گفته. لاندا برابر به چیه؟ بردار RCD به اندازه RCD. طبق همون فرمول رفتیم جلو. من های 0.3 M I به اضافه 24 M J من های 32 M K. تقسیم بر اندازش هم که جذرش تک تک به توان 2 برابر است با نیم M که حاصل ما 200 نیوتن هم در ضرب بشه میشود منفی 120 نیوتن آی به اضافه 96 نیوتن جی منهای 128 نیوتن. این میشه چی؟ در حقیقت تازه نیروی ما حالا باید ضرب خارجی بشه در آر سی آ. ضرب خارجی آر سی آ در اف فرمول داشتیم گشتاور آ برابر است با دترمینان آی جی کا 3.0800-120.96. با محاسبه این دترمینال گشتاور ما اینجا حساب میشه. میشه منهای 7.68 نیوتن متر آی به اضافه 28.8 نیوتن متر جی به اضافه 28.8 نیوتن متر کا. همونطوری که میدونیم واحد گشتاور هم نیوتن متره. چرا؟ چون گشتاور برابر است با فاصله ضرب در اف. فاصله چی بود واحدش؟ متر. ضرب داره واحد نیوتن که نیرو بود. پس میشه نیوتن متر. اما گشتاور حول یک محور. گشتاور روی یک نقطه بررسی کردیم. حالا میگیم گشتاور حول یک محور رو بررسی میکنیم. این دو حالت داره. حالت اول. گشتاور حول مبدأ باشه. محاسبش به چه شکله؟ گشتاور OL. او در راستای محور L برابر است با یه بردار حادی ما داریم ضرب داخلی در خود M. Mی که حاصل میشه یعنی به وجود میاد ناشی از F و فاصلش. اما حالت دوم گشتاوری که به دست میاد رو مبدا نیست، ایجاد میشه رو مبدا نیست. این چه جوریه؟ M بی L M در نقطه B روی محور L برابر است با ضرب داخلی لاندا که همون بردار حادی ما هستش ضرب در M B. گشتاوری که به وجود میاد ناشی از چی؟ F و فاصلش.
حاصلش چی میشه؟ میشه لاندا ضرب در آر آبی ضرب در ضرب خارجی در این گشتاور حال یک محور در دو حالت بر شما گفتیم و نحوه محاسبش. اما مبحثی که خیلی مهم هست و تو گشتاور یکی از حالتهای خاص ما هست کوپله. کوپل یعنی چی؟ یعنی در حقیقت دو تا نیرو شما داشته باشید مساوی خلاف جهت به فاصله دی. در عمل هم خوب میبینید وقتی شما دارید پیچ یک چرخ رو میپیچونید دو تا نیرو شما دارید اعمال میکنید، یه نیرو در این جهت یک نیرو در خلاف جهت، به فاصله چی؟ به فاصله دی. ایجاد یک کوپل میشه. گشتاور بود چی؟ نیرو ضرب در فاصله. فاصله چی؟ عمودی. منهای اف ا. این منهای اف ا چیه؟ ما اومدیم گشتاور رو در نقطه او گرفتیم. پس گشتاوری که منهای اف ضرب در فاصلهش اینجا اعمال میشه ازش کم میکنیم. به گشتاور خالص در این ناحیه به وجود میاد. اف مساوی با اف. این هم نمونه های دیگری هست توی عمل میبینیم. وقتی روی یک جسم شما داشته باشید یه نیرو به این سمت یک نیرو در خلاف جهت به فاصله دی داشته باشیم، گشتاوری رو خواهیم داشت به سمت بالا. در حقیقت گشتاور مثبتی رو هم خواهیم داشت. چرا؟ چون خلاف جهت ساعت میشه. باز این هم نگاه دیگه نمونه های مختلفی از کوبل رو اینجا میبینیم. یه مثال رو با هم حل کنیم که در مورد همین کوبله. میگه برآیند نیروها و گشتاور در سیستم کوبله وارد شده به جسم صلب مستطیلی چقدره؟ برآیند نیروها نگاه کنید. یه نیرو، خیلی ما نیرو اینجا ما داریم، بله. اول میگیم چی؟ در راستای x. میگیم در راستای x چه نیروهایی ما داریم؟ x رو اینجا نگاه کنید. یه 80 داریم، یه منهای 80 ما داریم. i به اضافه 100 منهای 100 j. 100 منه 100 J به اضافه 5 منه 50 K. یه 50 داریم اینجا ما، یه 50 به سمت پایین ما داریم که در برآیند صفره. بله طبیعتا در کوپل صفره. چرا؟ چون گفتیم نیروها در خلاف جهت و برابر. غیر از این هم ما انتظاری نداشتیم که برآیند نیروها صفر نشه، حتما صفر میشه. اما گشتاور در نقطه او، همونطور که میبینیم تو مثال به ما نگفته کجا بیا بر ما مثلا گشتاور بگیر. ما میگیم به عنوان دلخواه نقطه رو در نظر میگیریم به نام او. گشتاور حول نقطه او رو میگیریم. میگیم اولین نیرو 50 ضرب در فاصله عمودیش. شما 50 اینجا نگاه کنید. در فاصله عمودیش که 16 هست. 50 ضرب داره 16. در حقیقت نقطه‌ای که ما اینجا خواهیم داشت فاصله عمودی نیرو به سمت بالا تا نقطه مورد نظر فاصله عمودی شنده 16. منهای 700 آی، یک کوبل ما اینجا داریم در حقیقت در راسته ای. یه 700 هم در راسته ایکس یک کوبلی هم اینجا داریم که گشتاور خالص هستش. منهای 700، چرا منهای 700؟ چون ساعت گرد. به اضافه یه در راسته ایگرک یه 80 داریم ضرب در فاصله، ضرب در فاصله 12. منهای 960، 960 که ساعت گردم هست، یه گشتاور خالص داریم. در راسته زد یه نیروی 100 نیوتن داریم که به صورت کوبل اعمال شده به فاصله 10 اینچ. منهای یه گشتاور خالصی هم در راستای زد داریم، باز هم ساعتگرد منفی. حاصل اینها با هم جمع بشه و اندازه‌شو شما در نظر بگیرید میشه 100 آی. برآیند نیروها و برآیند گشتاور در این سیستم به راحتی با استفاده از کوبلی که داشت محاسبه شد. اما روابط تعادل، تا اینجا مقدمات بود. اصل ما در مورد روابط تعادل بود، ولی اینجا یک
مفاهیمی رو باید میگفتیم: نیرو، گشتاور، حتی جمع بردارها، خود بردارها، کمیت‌هایی که داشتیم، کمیت اسکالر رو داشتیم، کمیت‌های برداری رو ما داشتیم، تک تک بررسی کردیم و برسیم به اینجا، روابط تعادل. روابط تعادل در حقیقت تعادل جسم صلبه، همونطور که گفتیم برای ساده سازی مسائل، چون مسائل معمولا اگر ساده سازی نشه خیلی پیچیده میشه حلشون، میگیم جسم صلب در نظر میگیریم تو استاتیک، میگیم هیچ تغییر شکلی نداشته باشه تا بتونیم مسائل خیلی راحت بیایم حلش کنیم. در ابتدا میگیم به صورت دو بعدی روابط تعادل رو بررسی میکنیم. پس تعادل جسم صلب، میبینید که در حالت دو بعدی برایندها برابر است به چی؟ مجموع f مساوی 0، هم f در راسته x هم در راسته y، در حالت دو بعدی داریم بررسی میکنیم، و گشتاورها مجموعشون هم برابر با حتما با 0 باشه، چون تعادل دیگه، تو ترازو یه بر ترازو با اوبر ترازو باید برابر باشه، مجموع اینها همش باید با هم دیگه یکسان باشه تا تعادل حفظ بشه. مثل نیرو، گشتاور هم حول محور X و حول محور Y خواهیم داشت که معمولا در نقاط رو میگیریم، نقطه مورد نظر، معمولا نقطه ای رو گشتاور انتخاب میکنیم که بیشترین نیرو بهش اعمال شده باشه که بتونیم پارامتر و مجهولاتمون رو کمتر کنیم و بتونیم مجهولاتمون رو محاسبه کنیم. اولین قدم برای حل سیستم ها با استفاده از روابط تعادل دیاگرام آزاده، FBD، Free Body Diagram. در حل مسائل مکانیک لازم است که نیروهای وارد بر جزء به جزء اجزای تشکیل دهنده سیستم مکانیکی مشخص شود. برای این کار از دیاگرام آزاد که نمایشگر نیروهای وارد بر جزء به جزء اجزای تشکیل دهنده سیستم مکانیکی استفاده می شود. در حقیقت توی دیاگرام آزاد که حالا تک تک مراحل رو به شما میگیم که چه چیزهایی تو دیاگرام آزاد باید تعیین بشه، چه نیروهای عکس‌العملی باید اینجا اعمال بشه، تک تک اینا رو بررسی می‌کنیم. در حقیقت تمام نیروهای عکس‌العمل تو دیاگرام آزاد ما باید رسمش کنیم و معلومش کنیم که بعداً بتونیم اون مجهولات مسئله رو به دست بیاریم. اینجا تو دیاگرام آزاد نگاه کنید، شما فرض کنید یک جسمی، شما یک تنابی شما اینجا داشته باشید که به یک جسم وصل شده و تحت کششه. تو دیاگرام آزاد معمولا این کشش رو با تی نمایش میدن و به سمت تکیگاهی که اینجا در حقیقت تناب بهش وصله. اما مورد دوم مربوط هست به یک تکیگاه کروی در حالت دو بعدی. اینو تکیگاه ها، نکته‌ای که در اینجا هست، در مورد دو و سه ما سطح ما اگر صاف باشد، یعنی در حقیقت اسموس باشه سطح ما، عکس العمل تکیگاه در حقیقت خب در راستای جسم خواهد بود. اما اگر سطح ما زبر باشه، علاوه بر عکس العمل تکیگاه، ما یک در حقیقت نیروی استکاک هم خواهیم داشت که برایند این دو نیرو بردار آر خواهد بود. اما مورد چهارم که تکیگاه ما به صورت تکیگاه رولر باشه یا غلطکی، خب اینو تکیگاه ها که شکلاشون در دیاگرام ها و در سازه ها به این شکل نمایش میدن، خب اما برای دیاگرام آزاد در حقیقت نیروی عکس العمل تکیگاه ها هم شبیه به حالت دوم خواهد بود، در حقیقت در راستای جسم نمایش خواهیم داد. حالت پنجم حالتی است که در حقیقت تکیگاه کشویی باشه. تکیگاه کشویی هم باز مثل حالت قبل، نیرو به سمت بالا، یعنی به سمت جسم عمود. اما حالت ششم در حقیقت تکیگاه پین باشه. در تکیگاه پین دیاگرام آزادش رو بخوایم رسم کنیم به این شکل میشه. فقط اینو همین که ما داریم بحث میکنیم در حالت دو بعدی، یا سه بعدی کاملا فرق میکنه، تکیگاهش فرق میکنه. تو دیاگرام آزاد وقتی بخوایم اصلا رسمش کنیم اصلا بحث خیلی فرق میکنه. اینجا در حالت دو بعدی هستش
یه نیرو در راسته X یک نیرو در راسته Y. به همین شکل هم باید دیاگرام آزاد رسم بشه. حالت هفتم ساپورت باشه. در حقیقت این تکیهگاه ما جوش خورده باشه و فیکس باشه. توی دیاگرام آزاد یک نیرو در جهت راسته X به سمت جسم و یک نیرو هم در راسته محور ایگرگ به سمت بالا و یک گشتاور هم در ساعتگرد خواهیم داشت. یک گشتاور هم ساعتگرد در اینجا داریم. اما حالت هشتم حالتی است که جسم یا اون ذره ما جرم داشته باشه. اون ذره ما جرم داشته باشه. تو دیاگرام آزاد حتما در نقطه ثقلش ما یک نیرو به سمت پایین که همون نیروی جاذبه هست برابر است با دبلی مساوی است با ام جی خواهیم داشت. خب اما حالت نهم عکس العمل فنره. فنر خطی در دیاگرام آزاد نیرو در راستای فنر خواهیم داشت. اما چند تا مثال رو اینجا ما آماده کردیم که بتونیم دیاگرام آزادش رو بخوایم رسم کنیم. به عنوان مثال اول یه سازه رو ما اینجا داریم که دارای دو تا تکیگاهه. یه تکیگاه غلطکی، یک تکیگاه غلطشی. که هر کدوم از اینها نیروهای عکس العملش طبق صحبتهایی که کردیم رسم شد. و یه چیزی که مهمه توی دیاگرام آزاد ما علاوه بر این که نیروهای عکس العمل رو رسم میکنیم، تمام نیروهایی که رو سازم اعمال میشه رو میذاریم توی دیاگرام آزاد و رسم میکنیم. مثال دوم مثال یک تیریست که در انتها ثابت شده و فیکس شده. تو دیاگرام آزاد اولا تمام نیروهایی که بهش اعمال شده رو رسم میکنیم. مهم اینه که در همون نقطه‌ای که اعمال شده ما هم رسم کنیم و تکیه‌گاه ما هم چون ثابته عکس العملش هم به این شکل. علاوه بر اون تیر ما جرم داره. ما گفتیم اگر جرم داشته باشه از نقطه ثقلش یه نیروی جاذبه هم به سمت پایین برابر است با دبلیو مساوی با ام جی خواهیم داشت. مثال سوم باز همون تیری بر روی پله قرار گرفته. در حقیقت این لبه پله حکم تکیه‌گاهی رو عمل میکنه که رسم دیاگرام آزادش به سمت بالا به خود جسم و عمود برش خواهد بود. باز این تیر جرم داره. در نقطه ثقلش یک نیرو به سمت پایین برابر است با دبلیو مساوی با ام جی خواهیم داشت. و یک تکیه‌گاه غلطکی خواهیم داشت که به صورت بی ایکس به بی ایگر خواهد بود. علاوه بر اون یک گشتاور و نیرو هم به جسم اعمال شده که دقیقاً در اون نقطه‌ای که اعمال شده ما اون نیروها و گشتاور رو روش روی دیاگرام آزادمون هم اعمال می‌کنیم. و مثال بعدی یک مثال یکم پیچیده‌تره. شکلش فرد یکم پیچیده‌تر ولی در باطن خیلی ساده است. همون مفاهیمی که ما گفتیم، یه تکیه‌گاه غلطکی داریم که نیرو به سمت بالا آی ایگرک در راستای ایگرک هستش و یک تکیه‌گاه دیگه خواهیم داشت که دیاگرام آزادش یه بی ایکس داره یه بی وای داره. باز هم این جسم ما جرم داره ولی کل جسم نیست. در حقیقت یک وزنه بهش اعمال شده. یک وزنی هست که به صورت روی یک قرقره قرار گرفته. این وزنه حکم نیرو رو برای ما بازی میکنه. این وزنه ما که جرم داره نیرو برابر میشه با دبلی مساوی با ام جی. جرم ضرب داره شتاب گرانش زمین که در سیستم متریک 9.81 هست و در سیستم انگلیسی 32.174 هزارم میباشد. علاوه بر اون یه نیروی پی هم بهش اعمال شده که دقیقا همون مکانی که هست اون نیرو رو ما بهش اعمال. اما حالتهای معادلات در حقیقت روابط تعادل بر روی یک جسم. وقتی ما روابط تعادل رو میخوایم روی یک جسم اعمال کنیم بستگی به جهت نیرو و گشتاورها خواهد بود. مثلا در حالت اول شما ببینید فقط بر روی یک جسم
نیروی محوری فقط در راسته X رو خواهیم داشت. پس تنها از معادله تعادل زیگما Fx مساوی به 0 استفاده می‌کنیم. دیگه زیگما مساوی به Fy زیگما مساوی به Fz در حالت سه‌بعدی دیگه اصلا باش کار نداریم. چون فقط نیرویی که داریم فقط در راسته X. حالت دوم، نیروی اعمال شده به صورت زاویه‌ای. اگه بخوای تجزیهش کنی، یه نیرو در راسته X، یه نیرو در راسته Y. پس از چه معادلات ما نیاز داریم؟ یه زیگما Fx مساوی صفر خواهیم داشت، یه زیگما Fy مساوی صفر. گشتوری هم ما نیاز نداریم، چون اگر گشتور حول نقطه صفر بگیریم تمام نیروها صفر میشه. پس با گشتور هم اینجا نیاز نداریم. حالت سوم، رو جسم F1 F2 F3 F4 اعمال شده فقط در راسته X، زیگما Fx مساوی به صفر فقط در راسته محور X اعمال شده. ولی یه کوب اینجا شما نمیبینی؟ یه F1 یه F2 یه فاصله دی بینشه، هر دو برابر و خلاف جهت ایجاد کوب نمی کنن. حتی F3 و F4 هم نگاه کنید، یه F3 در یه جهت، یه F4 خلاف جهتش، یه فاصله دی هم داره. پس اینجا کوب داریم. پس زیگما MZ هم اینجا ما داریم. چرا MZ؟ چون کوبلی که اعمال میشه به سمت زد هستش جهتش. حالت 4 رو نگاه کن، هم نیرو اعمال شده هم گشتاور. نیرو که به صورت زاویه اعمال شده، وقتی تجزیهش کنی یه راسته X داره یه راسته Y داره. پس نیرو هم در راسته X داریم هم در راسته Y. علاوه بر اون یه گشتاور هم داریم. پس گشتاور زیگما M مساوی به 0 هم اینجا نیاز داریم. در حقیقت حالت 4 حالت جنرال ما خواهد بود که تمام فرمول های رابط تعادل اینجا کاربرد داره. زیگما Fx مساوی به 0، زیگما Fy مساوی به 0 و زیگما M مساوی به 0. اینجا یه نمونه، یه مثال، اینجا حالت خاصی اینجا نگاه کنید. یه میله داریم که با تکیگاه غلطکی روی پله اینجا در تماس. دیاگرام آزادش که اگه بخوایم رسم کنیم به این شکل میشه. یه جرمی هم داره رو نقطه ثقلشی، یه دبلی به سمت پایین هم اعمال میشه. اینجا دوتا حالت بر ما هستش. میگه اگه تکیگاه بی صیقلی باشد، آر بی 2-0. اگر دیاگرام های آزاد ما نگاه کردیم، بررسیش کردیم، گفتیم اگر اون سطح ما صیقلی باشه، آر بی 2 دیگه وجود نداشت. پس آر بی برابر است با آر بی 1 و فقط آر بی 1 رو داریم. اما اگه تکیگاه بی غیر صیقلی باشه، یعنی زبر باشه، در حقیقت آر بی 2 به منزله استکاکه. یه استکاک هم ما اینجا داریم، یه آر بی 2 هم به وجود میاد. آر بی کل که برایند ما خواهد بود میشه مجموع آر بی 1 به اضافه آر بی 2. یه نکته بود که راه رو ساعت‌هایی که یا صیقلی باشه یا صیقلی نباشه حالت‌هایی به وجود میاد که در موردش بحث کرد. اما عکس العمل‌های نامعین استاتیک یعنی چی؟ با این مثال میفهمیم. نگاه کنید، یه سازه ای ما داریم، دیاگرام آزادش رو رسم میکنیم، یه آی ایکس، یه آی ایگرگ، یه بی ایگرگ، حالا یه نیروهایی هم بهش اعمال میشه. برش رابط تعادل رو مینویسیم، یه اف ایکس، یه زیگما اف ایکس مساوی به صفر داریم، یه زیگما اف ایگرگ مساوی به صفر داریم، یه گشتاور هم حال نقطه آ میگیریم. تمام آی ایکس، آی ایگرگ، بی ایگرگ بدون شک حساب میشه. اما این حالت رو شما ببینید، این سازه رو ببینید، هر دو تکیگاه تکیگاه غلطکی باشه، یعنی توی دیاگرام آزاد هم آی ایکس، آی ایگرگ، بی ایگرگ، بی ایکس رو داشته باشیم. شما سه تا رابطه تعادل داری، زیگما اف ایکس مساوی به 0، زیگما اف ایگرگ مساوی به 0 و زیگما ام مساوی به 0. شما سه تا معادله داری، چهار تا مجهول. آیا به نظر شما این مجهولات قابل محاسبه است؟ خیر. اینجور سازه ها رو با این تکیگاه
معمولا ما میگیم چی؟ عکس العمل‌های نامعین استاتیکی. مجهولات ما قابل محاسبه نیستش. یه مثال بیام با هم دیگه بررسی کنیم. در ثقل ثابت داره جرم 1000 کیلوگرم برای بلند کردن جعبه 2400 کیلوگرم استفاده شده است. آن را در محلی توسط یک پین آ و دکمه بی، در حقیقت هر جفت اینها تکیگاه، متصل شده. جی هم مرکز ثقل جرثقیله. تعیین نیروی عکس العمل در نقطه آ و بی، میتونیم با روابط تعادل این عکس العمل ها رو محاسبه کنیم. اولین قدم چی بود؟ رسم دیاگرام آزاد. دیاگرام آزاد رو رسم میکنیم برای تکیگاه ها و نیرویی که اعمال شده. جرثقیل ما جرم داره. از نقطه مرکز ثقل جرثقیل 1000 ضرب در جی 9.81 کیلو نیوتونه به تقسیم بر 1000 هم شده. یه نیروی وزنم اینجا داریم روی قرقره 2400 کیلو گرم ضرب در 9.81 میشه 23.5 کیلو نیوتون. قدم بعدی اعمال روابط تعادل روی دیاگرام آزاد. میم اول گشتاور میگیریم حول نقطه آ. چرا رو نقطه آ اومدیم گشتاور گرفتیم؟ گفتیم گشتاور رو معمولاً رو نقطه ای رو انتخاب میکنیم که بیشترین نیرو رو اون نقطه اعمال شده. خب رو نقطه آ میبینیم دو تا نیرو اعمال شده. پس میم گشتاور رو این نقطه میگیریم تا بهترین عملکرد ما داشته باشیم. خب اولین نیرویی که اعمال شده بی هستش. ضرب در فاصلش 1.5 متر. منهای 9.81 فاصله 2 متر. منهای 23.5 کیلو نیوتن فاصله عمودی. عمودی ها باید حتما فاصله عمودی باشه 6. من این توضیح هم در مورد مثبت منفی هاش بدم. نگاه کنید بی حول نقطه آ وقتی گشتواری که اعمال کنه بنظر شما ساعتگرد یا خلاف ساعتگرد. خب میبینیم نقطه B حرکت میکنه به نقطه A. نکنید خلاف جهته پس مثبته. ولی 9.81 نیروش میخواد به نقطه A اعمال بشه. نکنید ساعتگرده پس میشه منفی. 23.5 کیلو نیوتن هم برمیشه از نیرو تا نقطه A بله فاصله عمودیش که هست نگاه کنید ساعت کرد. اما زیگمای FX مساوی 0 رو هم اعمال میکنیم. چرا؟ چون یه IX ما داریم و یه نیروی B هم ما داریم. میشه IX به اضافه B مساوی 0. B رو حساب کردیم 107.1 کیلو نیوتن. IX به راحتی به دست میاد منفیه 107.1 کیلو نیوتن. یکی دیگه از پارامترها مونده آیه ایگرگ. میام یه زیگما اف ایگرگ مساوی 0 هم اعمال میکنیم. میگیم آیه ایگرگ به سمت بالا 9.8 به سمت پایین 23.5 کیلو نیوتن هم به سمت پایین. خب خودتون میدونید دیگه جهت نیروها در راستای محور ایگرگ به سمت بالا مثبت به سمت پایین منفی. براحتی در اینجا با اعمال روابط تعادل نیروهای عکس العمل حساب شد. اما مثال بعدی، بخشی از قاب پشت بام یک ساختمان کوچک کابل تحت کشش 150 کیلو نیوتن است. تعیین عکس العمل در نقطه ای. خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ رسم دیاگرام آزاده. تمام نیروهایی که اعمال شده رو دیاگرام آزاد هم می‌نویسیم. نقطه ای تکیگاهی که هست تکیگاه چیه؟ ثابت فیکسه. پس نیرو در راسته X، نیرو در راسته Y و گشتاور هم پایین. همیشه گشتاور مثبت اعمال می‌کنه. یک کشش تناب هم اینجا داریم. تنابی که در حقیقت یک کشش تنابی که به این سمت هست میشه 150 کیلو نیوتن. خودش گفته کاب تحت کشش 150 کیلو. حالا میایم روابط تعادل بهش اعمال میکنیم.
اولین کاری که میکنیم زیگما اف ایکس مساوی است به صفر. یه ایکس داریم. این نیرو به صورت زاویه هستش. میشه 4.5 تقسیم بر 7.5 ضرب در 150 کیلونیوتن. در حقیقت به صورت محور ایکس درش میاریم. که ایکس میشه منفی 90 کیلونیوتن. حالت بعدی دومین رابطه که بهش اعمال میکنیم زیگما اف ایگرگ مساوی است به صفر. ای ایگرگ به سمت بالا جهت مثبت منفی 4 ضرب در 20 کیلونیوتن منهای 6 تقسیم بر 7.5 ضرب در 5 کیلونیوتن مساوی است به صفر. ای ایگرگ حساب میشه. در حقیقت 4 تا نیرو هستش به سمت پایین دیگه 4 ضرب در 20. ای ایگرگ پس میشه چی؟ مثبت 200 کیلونیوتن. حالا دیگه نوبت گشتاوره. گشتاور حال نقطه ای. چرا گشتاور حال نقطه ای؟ چون بیشترین نیروها و گشتاورها در نقطه ای اعمال شده. یه نیروی 20 داریم به فاصله 7.2 تا نقطه ای به اضافه 20 5.4 20 کیلونیوتن 3.6 20 کیلونیوتن 1.8 هر کدوم فاصله عمودیشون میشه. منهای 6 تقسیم بر 7.5 ضرب در 105 کیلونیوتن ضرب در فاصله عمودی 4.5 به اضافه یه گشتاوری هم خالص داریم تو نقطه ای که خلاف جهت هستش مثبت مساوی 0. ام ای هم برابر میشه با 180 کن. تمام نیروها و گشتاورها در نقطه ای که عکس العمل هایی بود در نقطه ای محاسب شد. اما تعادل اجسام دو نیرویی باز حالت‌های خاصی از تعادل هستش که ما اینجا می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم که تعادل اجسام دو نیرویی چه موقع اعمال میشن. در حقیقت چه موقع ما میگیم تعادل یک جسم دو نیرویی هستش؟ نگاه کنید، یک جسم ما داریم در سه حالت. می‌خوایم ببینیم که تعادل این جسم در حالت دو نیرویی به چه شکله. یک جسم رو زمانی میگیم که تو تعادل دو نیروی قرار گرفته. اولین شرطش اینه، اولی که نیروها هر دو نیرو میگیم دو نیروی دیگه، بس دو تا نیرو باید اعمال بشه، هر جفت نیرو در یک راستا باشه، برابر و خلاف جهت. در این حالت ما میگیم جسم در حالت تعادل دو نیروی قرار گرفته. اولین شرط برای برقراری تعادل اینه که شرایط تعادل دورانی یعنی زیگمای ام مساوی به صفر باشه. در حقیقت همونی که وقتی نیروها در یک راستا باشه این شرط رو ارضا میکنن. زیگمای ام آ آر ضرب در اف دو مساوی منهای آر ضرب در اف دو مساوی به صفر و بی هم همینطور. برای بقیه شرط دوم، شرط شرایط تعادل انتقالی یعنی مجموع نیروها باید صفر باشه که در حقیقت همون مقدار نیروهاست که باید مقدارها برابر باشه. مقدار نیروها برابر و خلاف جهت هم و این شرط هم میتونه اعمال. اما حالت دوم که استثنای دومی که هست تعادل اجسام سه نیروی. چه موقع میگیم جسم در حالت سه نیروی قرار گرفته؟ نگاه کنید، باز یک جسم رو داریم در سه حالت. حالت اول رو نمیتونیم بگیم جسم در حالت تعادل سه نیرویی قرار گرفته. چرا؟ چون شرط داره. شرط اولش اینه که تمام این سه تا نیروی که اعمال میشه باید در حقیقت راستاشون همدیگر رو قطع کنه. نگاه کنید، راستای این با راستای این همدیگر قطع میکنه، راستای نیروی اف دو هم بقیه رو قطع میکنه و حتماً باید دو تا نیرو که هستش خلاف جهت باشه. در حقیقت مثل همون آرم بنز، دو تا نیرو خلاف جهت و یک نیرو هم به سمت بالا یا پایین، دقیقاً مثل همین شکل که می‌بینید. و حتماً هم همین دو شرط رو باید برآورده کنن. اولین که گشتاور حول نقطه دی باید صفر باشه و مجموع برایند هر سه نیرو هم باید صفر باشه.
یه مثال رو اینجا ببینیم که نمونه ای از تعادل سه نیرویی جسم میشه. در صفحه داده شده در شکل نیروی عکس العمل تکیگاه آ را محاسبه کن. تکیگاه یک تکیگاه غلطکیه که مسئله گفته که عکس العملش رو به دست بیاورید. و همونطور که دم تو مسئله میبینیم جسم ما دارای وزنه و مرکز ثقلش هم در نقطه سی جی قرار گرفته شد. خب اولین گام چی بود؟ رسم دیاگرام آزاد. دیاگرام آزادش رو رسم میکنیم. در نقطه سی جی به علت این که جسم وزن داره یک نیروی مرکز ثقل خواهیم داشت به سمت پایین و به علت تکیگاه یک نیروی آر خواهیم داشت و به علت اینجا کشیشی که خواهیم بود توسط تناب یک نیرو هم به سمت بالا داریم. هندسه مسئله معلومه. نیروهامون هم در دیاگرام آزاد رسم کردیم. دومین قدم اعمال روابط تعادل. تو هندسه یه زاویه آلفایی اینجا برای ما مجهوله که میایم از نقطه سی جی که ما اینجا خواهیم داشت که در حقیقت همون مرکز صفر هست همچین هندسه رو در میاریم با این زاویه که 30 درجه است. وقتی از اینجا یک خطی رسم بشه این زاویه نسبت به افق 90 درجه است. در حقیقت این زاویه 60 پس این زاویه میشه چند؟ متممش 30 درجه. یه زاویه آلفایی هم اینجا داریم و یک زاویه دیگری هم در حقیقت یک زاویه ثانوی هم به وجود میاد که زاویه بتامون میگیم تانجانت آلفا برابر است با 20 الوم. بله زاویه روبرو به زاویه چی؟ میشه ال که تانجانت 60 درجه داریم ال 60 ال دهم تانجانت 60 درجه مساوی ال دهم. ال که حساب میشه در اینجا 10 ضرب در تانجانت 60 درجه و به راحتی در اینجا تانجانت آلفا هم محاسبه میشه 20 بر روی ال رو که اینجا حساب کردیم ال تانجانت 60 تانجانت آلفا محاسبه میشه 1.55 آلفا میشه 49.1. اینجا اولین مجهولی که مربوط به هندسه مسئله بود آلفا اینجا به دست اومد. اما سینوس آلفا میشه چقدر؟ 755,000. بتا در حقیقت متمم این زاویه هست میشه 180 منهای 49.1 به اضافه 30 درجه مساوی 100.9 که در اینجا با استفاده از روابط سینوس ها در مثلث خواهیم داشت آ نسبت آ به زاویه روبرو به سینوس زاویه روبروی آ مساوی است با 200 به سینوس زاویهش مساوی تی به سینوس زاویهش که از اینجا آلفا رو که حساب کردیم آ و تی اینجا محاسبه میشه. آ برابر است با 200 سینوس 30 درجه بر روی سینوس 100.9 درجه که برابر است با 102 پوند. بردار آ محاسبه شد. تی که با استفاده از همین رابطه‌ای که اینجا براش نوشتیم رابطه سینوس ها تی برابر است با 200 سینوس 100.9 درجه ضرب در سینوس آلفا از همین رابطه 153 تقسیم بر 5 پوند. اینجا بردارهای تی و آ محاسبه شد و زاویه آلفا و بتا بود که مربوط به هندسه مسئله برای محاسبه نیروی عکس العمل در نقطه آ ما اینجا کم داشتیم و محاسبه کردیم. اما میریم سراغ روابط تعادل سه‌بعدی. روابط تعادل سه‌بعدی هم دقیقا مشابه روابط تعادل دو‌بعدی خواهد بود و فرقش اینه که در اینجا محور زد بعد زد هم که هم بعد سوم هست در اینجا هم وارد کار میشه. به صورت مشابه براینده fx مساوی است به صفر، براینده fy مساوی است به صفر، براینده fz مساوی صفر و گشتاورها هم به صورت مشابه برایند گشتاور در راسته x مساوی صفر حتما باید باشه، برایند در راسته y و برایند در راسته z هم گشتاور مجموعشون حتما باید برابر صفر باشه تا تعادل در حالت سه‌بعدی برقرار باشه.
مرحله اول و گام اول در هر روابطی که میخوایم روابط تعادل روش اعمال کنیم رسم دیاگرام آزاد اون جسم هست، که همونطور که در تعادل دو بعدی هم در موردش صحبت کردیم، در اینجا هم یک دیاگرام های آزادی هست که مربوط میشه به تکیگاه هایی که اینجا بر شما توضیح خواهیم داد، که اولین تکیگاه معمولا تکیگاه کروی مفصلی هستند که دیاگرام آزادش به صورت عمود بر اون تکیگاه خواهد بود که در راسته محور ایگرگ خواهد بود. دومین نوع تکیگاه حالا اینجا به صورت کابل هست، میگه اگه کابلی شما داشته باشید در جسمی، اون کابل همونطور که در رابطه تعادل دو بعدی هم بحثش رو کردیم گفتیم تناب به صورت کشش اعمال میشه و به دیاگرام آزادش به این شکل خواهد بود. تکیگاه نوع دوم که به صورت غلتکی اعمال خواهد شد به صورت FZ و FY خواهیم داشت. تکیگاه دومی که به صورت گویمایند یا توپی هست، دیاگرام جسم آزاد آن به صورت FX، FY و FZ در حقیقت نیرو در تمام راستا ما خواهیم داشت. اما تکیگاهی که به صورت یونیورسال جوین باشه که به این شکل داشته باشیم، دیاگرام جسم آزادش علاوه بر این که نیروها در تمام راستا خواهیم داشت، در راستای X ما گشتاوری رو هم خواهیم داشت. اما تکیگاهی که به صورت فیکس باشه و هیچ حرکتی رو نداشته باشه، در حقیقت علاوه بر این که نیرو در تمام راستا ما خواهیم داشت، در حقیقت گشتاور هم در تمام راستا خواهیم داشت. اما تکیگاهی که به صورت یک یاتاقان مثلا در یک شکلی همچین چیزی که ما نمایش داده در شکل، گشتاور در راستای Y و Z و نیرو هم در راستای Y Z خواهیم داشت در رسم دیاگرام آزاد. اما تکیگاهی به صورت پین داشته باشیم، به صورت لولا در حرکت باشه، به صورت کتابی باز و بسته بشه یا به صورت چپ و راست در این شکل باشه، علاوه بر این که نیرو در تمام راستا ما خواهیم داشت، گشتاور تنها در راستای Y و در راستای Z هم خواهیم داشت. این رسم دیاگرام آزاد بود که در گام اول باید اعمال می‌کردیم، رسم می‌کردیم و در انتها رابطه تعادل سه بعدی رو بهش اعمال کنیم. در اینجا یه مثالی رو خواهیم داشت. یک شفتی هستش در یک محفظه قرار گرفته شده. این شفت داره وزن 200 کیلوگرم خواهد بود که به صورت حالا توپی و سوکت هایی به این محفظه رسم شده. در حقیقت از ما خواسته که تمام نیروهایی که در آوبی اعمال میشد رو بر ما حساب کنیم. گام اول رسم دیاگرام آزاده. رسم دیاگرام آزاد به این شکل. در ابتدا تمام عکس العمل های نقاط B و A که به صورت تکیگاهی هستش رسمش میکنیم. اینجا بر ما گفته که این شفت داره جرمه. پس دیاگرام آزاد جرم هم روی مرکز سقل میم رسم میکنیم به سمت پایین و به سمت زمین، برابر است با دبلی مساوی است با ام جی. حالا که دیاگرام آزادش رو رسم کردیم، میم رابط تعادل رو بهش اعمال میکنیم. در ابتدا دبلی برابر است با ام جی رو حساب میکنیم. جرمش 200 کیلوگرم ضرب در جی که برابر است 9.18 برابر است با 1962 نیوتن. در مرحله بعد ما نیاز به این ارتفاع خواهیم داشت برای محاسبه ما، این مقدار H برای ما اهمیت داره. میایم با استفاده از مثلثی قائم زاویه که در اینجا در فضایی ایجاد میشه، که این قسمت طول این قسمت 7 برابر میشه با 6 به توان 2 H به توان 2 به اضافه 2 به توان 2. از این رابطه هم H برابر است با 3 متر محاسبه میشه. اما در مرحله بعدی میایم تمام شعاها و فاصله هایی که نیاز داریم رو محاسبه میکنیم. اولین فاصله که ما نیاز داریم R I J هستش که برابر است با منهای 1 I منهای 3 J. این قسمت آره آبی رو ما نیاز داریم
منهای 2i منهای 6j به اضافه 3k آبی اینجا. حالا میایم با حساب روابط تعادل، زیگما ام آ مساوی 0. حول نقطه آ میایم، اولین گشتاور رو اعمال میکنیم. چرا؟ ما گفتیم همونطور که در روابط تعادل دو بعدی هم گفتیم، معمولا گشتاور رو جای اعمال میکنیم که بیشترین نیرو در اون نقطه اعمال شده. و بیشترین نیرو همونطور که میبینیم در نقطه آ بیشترین نیرو رو ما داریم. مجموع گشتاورها رو در اینجا محاسبه میکنیم. برابر است با آر آبی کراس بی ایکس به اضافه بی ایگرگ به اضافه آر آجی کراس دبلیو مساوی به صفر. گفتیم ضرب خارجی به صورت دترمینانی خواهد بود. آی جی کا مؤلفه هاش منهای 2 منهای 6 3 بی ایکس بی ایگرگ صفر به اضافه آی جی کا منهای 1 منهای 3 یک و نیم و مؤلفه های دبلیو صفر و صفر منهای 1962 مساوی صفر. حاصل برابر است با این مساوی صفر. به با استفاده از معادلات بی ایکس مساوی با 654 نیوتن و بی ایگرگ برابر است با 1662 نیوتن خواهد بود. اما از برایند نیروها که برابر است با 654 منهای آی ایکس آی در راسته ایکس به اضافه 1962 منهای آی ایگرگ جی در راسته ایگرگ منهای 1962 به اضافه آی زد کا در راسته زد مساوی صفر قرار میگیریم و آی ایکس آی ایگرگ آی زد محاسبه میشه. اندازه یا اساس بردار آ هم که همونطور که قبلا بهش اشاره کردیم برابر است با مجموع مجذورات مؤلفه هاش آی ایکس به توان 2 به اضافه آی ایگرگ به توان 2 به اضافه آی زد به توان 2 جذر میگیریم. حاصل 2850 نیوتن خواهد بود. تا اینجا ما اومدیم عکس العمل ها در نقاط آ و بی رو به صورت برداری بحث کردیم. حالا میایم به صورت اسکالر این مسئله رو حل میکنیم. چجوری؟ اول میایم در راستای ایکس در نقطه آ گشتاور میگیریم مساوی به صفر میگیریم، میگیم 1962 ضرب در فاصلهش که 3 باشه، فاصله در نقطه آ 3 منهای بی ایگرگ تا نقطه آ فاصلهش 3 که برابر است به اچ، فاصله بی ایگرگ تا آ اچ که محاسبش کردیم 3 مساوی صفر. از اینجا بی ایگرگ حساب میشه، همون بیگرگی شد که قبلا محاسبه کرد. در راسته ایگرگ گشتاور میگیریم حالا نقطه آ منهای 1962 ضرب در فاصلهش که 1 باشه، در راسته ایگرگ به اضافه 3 بی ایکس مساوی 0 فاصله تا نقطه آ بی ایکس برابر میشه به 654 نیوتن، همون مقدار بود که قبلا محاسبه. حالا میم نیروها زیگما اف ایکس مساوی صفر منهای آی ایکس به اضافه 654 مساوی صفر آی ایکس میشه این در راسته ایکس. در راسته ایگرگ برند رو میگیریم، منهای آی ایگرگ به اضافه 1962 مساوی صفر آی ایگرگ محاسبه میشه. اف زد ای زد منهای مثبت منفی منهای 1962 مساوی صفر آی زد مساوی 1962. دقیقا مقدارها همون هایی بودن که قبلا محاسبهشو کرد. اما مثال دو در حقیقت یک بلوک مستطیلی هست که از طریق تنابه و یک کابل هایی به نقاط ACD وصل شدن. میگه در حقیقت کشش کابل در نقطه A رو محاسبه کنید و ریاکشنی که در حقیقت عکس العملی که در نقطه آ به وجود میادش. اولین کاری که میکنیم دیاگرام آزاده. دیاگرام آزاد تمام نقاطی که ما هم از تکیگاه هایی که ما اینجا داریم، کشش کابل و حتی این جسم صلب ما هم داره وزن 270 پوند برابر است با دبلیو مساوی است با ام جی
منهای 270 پوند J. W مثل اسم منهای 270 پوند J. حالا اولین کاری که میکنیم فاصله ها رو حساب میکنیم اگر نیاز داریم. BD برابر است با منهای 8 فوت های به اضافه 4 فوت J منهای 8 فوت K. اندازه BD به صورت اسکاله برابر است با 12 پوند. ESC به صورت برداری ESC منهای 6 فوت های به اضافه 3 فوت J به اضافه 2 فوت K. این به صورت برداری بود. اندازش 7 فوت. اما بردارهای تی BD و تی EC که در حقیقت بردارهای کشش کابل ما هست حتما باید در راستای این قرار بگیره. و بهش اشاره کردیم، گفتیم اگر نیروی در راستای یک مسیری بخواد قرار بگیره برابر است با F یا بردار هادیش که لاندا بود. بردار هادیش هم برابر است با بردارش تقسیم بر اندازه بردار. اینجا آمدیم مستقیم نوشتیم تی بی دی برابر است با من های دو سوم آی به اضافه یک سوم جی من های دو سوم کا. تی ای سی هم به صورت مشابه تی ای سی ضرب داره بردار هادیش باید باشه چون در مسیر سی باید قرار بگیره. میشه تی ای سی من های 6 هفتم آی به اضافه 3 هفتم جی من های 2 هفتم کا. این کار مقدماتی رو انجام دادیم تا برسیم به اینجا که برایندها رو در راستای اف رو به دست بیاریم و گشتاورم حول نقطه آ بگیریم. باز چرا نقطه آ میگیریم؟ چون بیشترین نیروها در نقطه آ اعمال شده. زیگما اف مساوی 0. ایکس آی به اضافه آی گرگ جی به اضافه آی زد کاب به اضافه تی بی دی به اضافه تی ای سی منهای 270 پوند جی مساوی 0. که بیایم این در حقیقت جایگذاری انجام بشه حاصلی میشه. حالا زیگمای ام آ مساویه با چی؟ زیگمای آر کراس اف مساوی 0. بردار آر برابر است با چیه؟ 8 فوت آی کراس تی بی دی در این به اضافه 6 فوت آی کراس تی ای سی ضرب در این به اضافه 4 فوت آی ضرب در منهای 270 پوند جی مساوی 0. که در انتها از حل این دو معادله تی بی دی برابر میشه با 101 ممیز 3 پوند و تی ای سی برابر میشه با 15 پوند. در انتها هم آ برابر میشه با مثبت 338 پوند آی به اضافه 101 ممیز 2 پوند جی من های 22 ممیز 5 دهم پوند کا. این هم تمام ریاکشن های کشش، عکس العمل های کشش کابل ها و تمام عکس العمل ها در نقطه آ هم در اینجا محاسبه شد. اما سیستم نیروهای معادل، ممکنه یک سیستم خیلی پیچیده باشه تو محاسبات. ما میتونیم با یک کانورتی میتونیم این رو تبدیل کنیم به یک سیستم ساده. برای این کار ما دو تا شرط داریم. این سیستم معمولاً این دو شرط رو باید ارضا کنه. یعنی چی این دو شرط؟ یعنی برایند نیرو در آن دو سیستم یکسان باشه. در حقیقت یک سیستم قبل داریم، حالا سیستم جدیدی که معادلش هست. برایند هر دو سیستم باید با هم دیگه یکسان باشه. گشتاور هر دو سیستم نیرو به یک واحد در یک نقطه هم باید واحد باشه. گشتاور هر دو سیستم نیرو به یک نقطه هم باید واحد باشه و یک مقدار باید داشته باشه. یه مثال ما اینجا داشته باشیم. میگه آیا میتوان به جای نیروهای فوق یک نیرو جایگزین کرد؟ اگر بله، مقدار و محل اثر آن تک نیرو کجاست؟ اول میگیم تمام برایندها و گشتاورها رو حساب میکنیم. برایند نیرو و گشتاور رو میگیم حساب میکنیم. اول میگیم چی؟ برایند نیروها در راستای X. در راستای X اینجا نگاه کنید. یه نیروی 100 نیوتونی ما اینجا داریم که با محور افق 30 درجه چیز شد. بخواد اگر این تجزیه بشه در راستای چیز بر محور X و Y بخواد تصویرش رو قرار بدیم،
در راسته x میشه چی؟ 100 کوسینوس تتا. برای در راسته y 50 به اضافه 80 منهای 100 به اضافه 100 سینوس 30 درجه. شاید اینجا برای شما سوال پیش بیاد که چرا جهت نیرو به سمت پایینه ولی اینجا مثبت گذاشتید. قرارداد و استاندارد دست خودتونه تو مسئله، تو حل مسئله. ما در اینجا ترجیح دادیم که جهت مثبت y رو به سمت پایین بگیریم و جهت منفی رو به سمت بالا. اصلا اهمیتی تو روند حل مسئله نداره. برایند در راسته x و y رو محاسبه میکنیم. میگیم 80 به توان 2 به اضافه 50 رادیکال 3 به توان 2 تقریبا این برابر میشه با 80. 100 کوسینوس 30 درجه میشه 50 رادیکال 3. 50 به اضافه 80 منهای 100 به اضافه 100 رادیکال 3 میشه 80 به توان 2. اما میگیم حالا گشتورش رو میگیم حساب میکنیم. میگیم 80 ضرب در 1 ضرب در فاصله اش تا نقطه مورد نظر، که نقطه مورد نظر او هست در حقیقت اینجا باشه، گشتور حد نقطه در این قسمت. 80 ضرب در 1 یعنی فاصله عمودیش به اضافه 50 ضرب در فاصله 2 منهای 100 ضرب در فاصله عمودیش که 3 باشه برابر است با 80 ضرب در یه چیزی. بله یک مقدار ثابتی است ولی ما میخوایم معادل سازی کنیم. هدف ما معادل سازیه. ما باید یه نیروی فرض کنیم که در سیستم معادل ما نیروی ما باید با نیروی قدیم یکسان باشه. پس میگیم نیروی معادل ما میگیم 80 نیوتن. اما گشتاوری که حول نقطه میخوایم بگیریم میگیم نیروی ما که نیروی قبلی باشه 80 ضرب در یه فاصله ای. حالا این فاصله تا کجا میتونه باشه؟ برای ما مقدور هست و برای ما قابل محاسبه و با سیستم قبلی برابر میتونه باشه فاصله 0 تا 4. این x ما میتونه تغییر کنه از 0 که این نقطه باشه تا 4 که این نقطه باشه. اگر x بین این دو نقطه باشه برای ما جواب ما بله هست، اگر غیر از این باشه جواب ما خیر هست. پس آیا میتوان به جای نیروی فوق یک نیرو جایگزین کرد؟ بله. مقدار 80 نیوتن، محل اثر فاصله در بازه 0 تا 4 متر. فصل اولم در این بخش به پایان میرسه. یه خلاصه هم از این فصل برای شما میگیم که چه چیزهایی رو در این فصل یاد گرفتیم و یه جنبندی رو این فصل داشته باشیم. در این فصل با توجه به اینکه موضوعات و فراوانی که در موردش بحث کردیم و خیلی مباحث بسیار پایه‌ای داشت، 35% سوالات طرح‌شده در آزمون‌های کارشناسی ارشد رو به خودش اختصاص میده. آن دسته از داوطلبانی که می‌خواهند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند میتونند روی این فصل سرمایه‌گذاری ویژه‌ای کنند، چرا که 35% سوالات بخش درس استاتیک این فصل به خودش اختصاص میده. در ابتدا اومدیم کمیت اسکالر و برداری رو با هم آشنا شدیم و حتی توانایی تبدیل واحدها در سیستم های SI و BS بین المللی متریک و انگلیسی رو با هم دیگه یاد گرفتیم. در بخش بعدی اومدیم شناخت بردارها، روش محاسبات مربوط به این نوع کمیت ها، اساس کمیت های برداری، روش های گوناگون محاسبه بردارها، ترکیب کمیت های برداری، ضرب داخلی، ضرب خارجی، برایند بردارها رو اینجا با هم دیگه اومدیم بحث کردیم، با هم ضرب مختلط رو یاد گرفتیم و حتی تجزیه و تصویر یک بردار در صفحه و فضا رو بحث کردیم. اما در بخش بعدی اومدیم تعاریف اساسی و شناخت پارامترهای مهم در بحث استراتژیک شامل نیرو، گشتاور نسبت به یک نقطه و یک محور، جفت نیرو، سیستم نیروهای معادل را هم اومدیم کار کردیم. اما در بخش بعدی چگونه یه ترسیم دیاگرام جسم آزاد یک جسم یا یک نقطه مادی یا حتی صد در صفحه و فضا، معرفی انواع تکیگاه ها و انواع اتصالات، روابط برداری و اسکالر، تعادل در صفحه و فضا
چگونگی حل مسائل تعادل، روش تشخیص درجه نامعینی سازه‌ها و حالت خاص تعادل مانند اجسام دونروی و سنیرویی در سبب فضا با هم دیگه اومدیم بحثش رو انجام دادیم. خب اما حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری رو اینجا با هم خواهیم داشت. اولی سوالی که در این بخش مربوط هست به سراسری 91 گفته شده که در مجموعه تصمه و غرغره نشان داده شده با صرف نظر از استحکاک اندازه وزن دبلیو را بر حسب نیروی اعمال شده ی F مشخص کنید. از وزن غرغره ها صرف نظر شد. خب اولین کاری که معمولا در حل این مسائل تعادل ما باید انجام بدیم رسم دیاگرام آزاد بادی هایی است که در سیستم وجود داره. خب در اینجا ما دو تا غرغره خواهیم داشت که در ابتدا این غرغره پایینی رو در نظر میگیریم که شامل دو نیروی کشش ناشی از دو تنابی است که به این غرغره متصله و نیروی وزنی است که روی این غرغره سوار هست. خب اولین کاری که میکنیم و رابطه بین T و W محاسبه بشه محاسبه برایند در راسته Y هست که برابر است با 2T منهای W مساوی است به 0 که T برابر است با W دوم. اما غرغره دوم رو در نظر بگیرید که در حقیقت غرغره بالاییه شامل یه نیروی F هست، در حقیقت یه نیروی W دوم و یه نیروی W دومی که ناشی از این دو تناب به غرغره وارد میشه. اینجا رابطه بین W و F اینجا مد نظر ما هست. خب به راحتی با یک گشتاور حول نقطه O این رابطه برقرار خواهد شد. خب F ضرب در فاصلش که R2 باشه، جهت گشتاور مثبت ساعتگرد به اضافه W دوم ضرب در فاصله تا نقطه O که فاصله عمودی مد نظر ما هست باز هم ساعتگرد منهای نیروی W دوم ضرب در فاصله تا نقطه O که به صورت پاد ساعتگرد هست منفی منفی W دوم ضرب در R2 مساوی است به 0 که با ساده سازی به این رابطه مهم میرسیم که W برابر است با 2R2 بر روی R2 منهای R1 ضرب در F خواهد بود که جواب گزینه 1 خواهد بود. اما تست دوم، این تست مربوط هست به اینکه گفته میشه آچار لوله‌گیر مطابق شکل برای صفر کردن لوله ها و محور ها مورد استفاده قرار میگیرد. اگر مومانی برابر 80 نیوتن متر برای صفر کردن محوری به قطر 200 میلی متر و با اعمال نیروی P مورد نیاز باشد، نیروی تماس روی سطح صیقلی در نقطه A یا در تکیه‌گاه A بر حسب نیوتن چقدر است؟ درگیری بین پین در نقطه B را می توان روی محیط خارجی محور در نظر گرفت. تستی است که در سال سراسری 88 مورد توجه قرار گرفته شده. در حقیقت یک آچاری است توسط نیروی P مومانی رو اعمال میکنه روی محوری به قطر 200 میلی متر خواهد بود. این مومان برابر است با 80 نیوتن متر. خب اولین کاری که ما میکنیم رسم دیاگرام آزاد تک تک این بادی هایی است که ما نیاز داریم. اولین چیزی که اینجا هست رسم دیاگرام کل سیستمه که اصلا به این تکیه‌گاه‌ها ما نیاز نداریم، برای ما مهم نیستن. برای چی؟ برای اینکه بیایم نقطه P رو محاسبه کنیم. میگیم سیستم رو در نظر میگیریم، در نقطه O نیروهای عکس العملی که اعمال میشن و حتی گشتاوری که توسط نیروی P 80 نیوتن متر هست اعمال میشه رو رسم میکنیم در دیاگرام آزاد. حالا در نقطه O من میام یه گشتاور میگیرم مساوی است به صفر قرار میدم و به راحتی نقطه P در حقیقت نیروی P محاسبه خواهد شد که این گشتاور به این صورت خواهد بود: نیروی اعمالی P ضرب در فاصله تا نقطه O 375 میلی متر ضرب در دبه توان منفی 3 که دبه توان منفی 3 در حقیقت من اینو تبدیلش کردم واحد رو در سیستم SI بر حسب متر و به اضافه گشتاور خالصی که این آچار بر روی این لوله اعمال میکنه. از این معادله به راحتی
پی برابر میشه با 213.34 نیوتن. من میام دیاگرام آزاد این آچار رو در نظر میگیرم که سوال هم از من همین خواسته، نیروی سطح صیقلی در نقطه آ. میام یک گشتاور میگیرم حول نقطه B و بر روی آچار، خب همونطور که میدونیم در نقطه B و در نقطه A تکیگاه‌های ما خواهیم داشت که نیروهای عکس العمل رو در اینجا رسم میکنیم. اما برای محاسبه نیروی عکس العمل نقطه A، من میام حول نقطه B میام یک گشتاور میگیرم و مساویس به صفر قرار میدم. چی میشه؟ میشه P ضرب در فاصله تا نقطه B که P رو من محاسبه کردم در قسمت قبل، 213.34 ضرب در فاصلش 425. یه 375 اینجا دارم، یه 50 هم اینجا دارم. خیلی خب، منهای IX ضرب در فاصله عمودی تا نقطه B 50 رادیکال 3 مساوی با 0 که از اینجا هم IX برابر میشه با 1047 نیوتن که گزینه 2 خواهد.